خب بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. اجازه بدید به خانم فرنوش تبریک بگم به خاطر این سخنوری و راحت صحبت کردن با هموطنانشون، و خیلی خوشحالم بعد از مدت‌ها، سال‌هاست که این آقای حسن خزائی ما رو به قول معروف قول داده و همینجوری منتظر نگاه داشته و بهش میگیم که بابا جون شروع کن، بعد خودت یکی یکی اشکالات رو رفع میکنی. اگه بخوای بشینی همه چی پرفکت و عالی بشه، هیچ وقت این کار انجام نمیشه. ولی میبینید که خانم فرنوش، حالا اگه یه فرصتی هم پیش بیاد با ایشون یه مصاحبه میکنیم که ببینیم چجوری به این فکر افتادن که روزانه یک برنامه داشته باشن. البته جا داره که تشکر کنم از آقای حمید نصیری عزیز. حمید نصیری یه آدم جوانیه که من سالهاست میشناسمش و حالا که تلویزیون مردم و وبسایتش رو ایشون داره به اصطلاح نگهداری میکنه، مینتننسش رو انجام میده، من از ایشون خواستم به دوستانش بگه که ما دیگه خسته شدیم از پیر پاتالایی مثل سوربی، شماها بیاین در میدان و ما بریم دنبال کار و زندگی یا احیانا همین دور و برا کمک کنیم. در صورت ممنون و متشکرم. اجازه بدیم ببینیم این دوستمون چی نوشته که روی سخنم به این اهمال کارها. خب آخه آقای عباس باقری قربانت بگردم، بذار ما برنامه خودمون رو شروع کنیم، حرفمون رو بزنیم، بعد شما درباره صحبتای من و صحبتای این خانم فرنوش و دیگران صحبت کن. این چه اخلاق زشت و بدی هست که ما یاد گرفتیم تا یه نفر یه جایی یه کاغذی می‌نویسه که آقا پدر من فوت شده، فوری میریم زیرش می‌نویسیم که راستی عروسی مادرم هست بیاین فلان جا. نکنید این کار رو، این کار زشتیه، این کار غلطیه. من یه نفر به نام گنج آزادی، حالا شما ببینید چقدر مسخره است، یه نفر به نام گنج آزادی آمده زیر اونجایی که من نوشتم مثلا برنامه دارم امروز، نوشته اگر شما اومد داری این را پاک نکن. منم پاکش کردم، گفتم آخه شما اگر عقل داشتی اسم خودت رو عکس خودت رو مینوشتی بعدم میمدی، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. اجازه بدید که ما این سوربی با مردم رو با دوستان در تلویزیون مردم هم شیر کنیم و بله خیلی کار ساده‌ای هست. در هر صورت گفت که شیطان نخواست که ما بندگی کنیم، یک دم نشد که بی سر خر زندگی کنیم. در مثل مناقشه نیست، به شما نیستم عباس آقا، ولی اجازه بدین من نوشته شما رو پاک کنم و بعد اگر صحبتی شد شما بیاین و به اصطلاح درباره اون نظر بدید. دوستان عزیز، امروز چهارشنبه 17 ماه می 2017 است، برابر با 27 اردیبهشت ماه 1396. همونجوری که شاهد بودید برنامه رو با 1 دقیقه ویدیو از خانم فرنوش عقیلی شروع کردیم. این ویدیو 11 دقیقه است، بعد از برنامه خودم پخش میکنم، روی یوتیوب گذاشتن، به زودی روی فیسبوک هر روز میذاریم. و من پیشنهاد میکنم اگر اینها رو خیلی منظم به صورت 5 دقیقه ماکسیموم 7 دقیقه در بیارن، روزایی که ما برنامه نداریم روی فیسبوک میذاریم که شما در جریان باشید، روزایی هم که برنامه داریم از ایشون به عنوان ما یه چیزی داریم میگیم حسن ختام، برای افتتاح چی میگیم، حسن افتتاحیه به قول آمریکایی‌ها، برای اوپنینگ برنامه‌مون استفاده می‌کنیم با این بانوی زیبا، جوان، خوش سخن، خوش صورت، خوش سیرت. خب بریم سراغ برنامه‌هامون. ولی نمی‌دونم چرا ایشون اسم برنامه‌اش رو گذاشته ترامپت. می‌دونید که این ترامپت فکر کنم همون شیپوری هست که می‌زنن و اینها، حالا فامیلی ترامپ هم چون ترامپ هست فرقی هم نداره با بوق و تو خالی بودن و اینها، و دیگه حالا واقعا گندشو بالا آورد. آقای ترامپ به 4 ماه نرسید، 120 روز تمام اشکالایی که از دیگران میگرفت، من جمله از خانم کلینتون میگرفت که این چیزای محرمانه و به اصطلاح فوق محرمانه رو نتونسته نگهداری کنه، خودش با نادانی این کارو انجام داد و
واقعا دیگه ریپابلیکن یعنی جمهوری خواه هم خسته شدن، مردم هم طرفدارای خودش هم خسته شدن. و امروز که من با شما صحبت میکنم ایشون از پایین ترین درصد تاییدیه مردم آمریکا، یعنی تمام این رئیس جمهور 45 تا رئیس جمهور یا 44 تایی که قبلا بودن، هیچ کدومشون در اول صدارت که نمیشه، در اول حکومتشون، در اول ریاست جمهوریشون به این مرحله به اصطلاح سقوط نکرده بودن که این سقوط کرده. و قیافش رو نگاه کنید ببینید چجوری عوض شده، هر روز مورد مسخره، هر شب مورد مسخره برنامه‌های کمدی هست و ببینیم چه خواهد شد. و حالا شدیداً دنبال این هستن که میدونید فعلا صدای قرم قرم بلند شده تا به زودی به این قرمساق بگن قرمساق و به اصطلاح ایمپیچش کنن. و من امیدوارم حتی از ایمپیچ هم بگذره و به اصطلاح چون این شخص پررویی هست و فکر میکنه که همه چی رو میتونه بخره و همه رو میتونه با نفوذ خودش زیر فرمان خودش بیاره، یک کمی مقاومت کنه و همون جوری که آل کاپون خودمون به زندان رفت و اینها، اینم آخرش زندانی بشه. و اون آقای فلین که هی میگفت لاکر اپ، یعنی ای خانم کلینتون بنداز زندان، اونم زندانی بشه. البته گر حکم شود که مست گیرند در شهر، هران که هست گیرند. و بله با پوزش اصلا فکر نکردم این برنامه آگهیتونه. ممنونم. همین که شما عذرخواهی میکنی نشون میدی که آدم بزرگی هستی، مخصوصا تو جامعه ما ایرانی ها. ما ایرانی ها عادت نداریم به این که بگیم آقا معذرت میخوام، خانم معذرت میخوام، من اشتباه کردم. و اگر روزی این در جامعهمون را بیفته، شروع بشه، من فکر میکنم یک دفعه، یک نمیخوام بگم 100 قدم، 10 قدم از لحاظ فرهنگی جلو رفتیم. من از شما ممنونم آقای عباس باقری که درک کردی و میفهمی و منتظر نظرات شما هستم. حالا جالبه شما برید برنامه رو نگاه کنید، مثلا من نوشتم که آقای کوروش زعیم نظرشون اینه که آقای روحانی یک بار دیگه انتخاب بشه، تا حالا در 4 سال دوم که دیگه نگرانی انتخابات نداره و اینها، بیاد به قولهایی که داده عمل کنه. بعد می نویسم نظر شما چیست، برید نگاه کنید 3 تا 4 جا نوشتم، یه نفر یه نظر نمیده. ولی من می نویسم ساعت 2 بعد از ظهر برنامه دارم، یه آقای دیگه آمده بود، آریو برزن، یه لینکی گذاشته بود. آقا آخه لینک فیسبوک رو میذاری برای یه نفر دیگه، اصلا این یعنی چی؟ باید توضیح بنویسی، سابجکت، موضوع، بعد لینکش رو بذاری. زرت یه لینکی داری نگاه میکنی، اونو برای دیگران هم میفرستی. چرا؟ چون فکر میکنی حالا سوربی بیش از 8800 نفر نمیدونم چقدر روی فیسبوک شه، خب بذار منم قاچاقی برم. ولی حاضر نیستی $10 خرج کنی آگهی خودت رو قشنگ بیاری بذاری. حالا برای آقای آریو برزن نوشتم که شما بیا، ما یه دوستی هم داریم به نام آریو برزن پیروزنیا، الان مدتی هم هست از خبر ندارم، بنویسم اینجا که یه احوالی ازش بپرسم، آریو برزن پیروزنیا. خب بسیار عالی. بله و اما بریم سراغ، بذار این جمله رو تموم کنم. خانم فرنوش من به شما تبریک میگم، ویدیوتون قشنگه، صدا خوبه، صحبتایی که کردید خیلی قشنگ، بهتر از ماها که چندین ساله، من 20 ساله دارم این کار انجام میدم و از یه جایی شروع کردید به یه جایی هم رسوندید، تمومش کردی. امیدوارم که از روزهای آینده ایمیل آدرستون، فیسبوکتون، اینها رو هم بذارید تا دوستان باهاتون تماس بگیرن و شما بتونید بیشتر به برنامه خودتون قوام و دوام ببخشید. ما هم خوشحال میشیم، هم از برنامه شما در برنامه استفاده میکنیم. و برنامه 11 دقیقه‌ای ایشون رو من امروز بعد از برنامه خودم خدمت شما دوستان تقدیم میکنم و نشون میدم. همین الان که من با شما صحبت میکنم، اگر برید صفحه مردم تیوی رو نگاه کنید، صفحه جدیدی هست که این دوستمون آقای حمید نصیری دارن زحمتش رو میکشن، بالاش درجه حرارت تهران نوشته، هم میتونید عوضش کنید به سانتیگراد هم به فارنهایت. و امروز اینجا شدیدن گرمه، من کوتم پوشیده بودم دیگه، کوتو درآوردم گذاشتم اونجا، آمدم اینجا پنکه هم روشن کردم و
اگر وقت کرده باشن رسیده باشن اون پایین می‌نویسه که برنامه‌های تلویزیون مردم رو اینجا نگاه کنید، هم به انگلیسی هم به فارسی اونجا کلیک کنید. اگر سیستمتون ویندوز هست، اگر سیستمتون ویندوز نیست، تلفن دستی هست، آیپد هست، اندروید هست، آیفون هست، آیمک هست، whatever، اونا رو اون بالا فلش زده میتونید نگاه کنید. و ضمناً همینجا بهتون بگم، این رو هم بهتون نشون بدم که بله، از کجا باید بیام؟ از اینجا باید بیام. بله، شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. خب قرار شد چی به شما نشون بدم؟ قرار شد صفحه تلویزیون مردم رو به شما نشون بدم. و میدونید وقتی که یه صفحه‌ای شکل شمایلش عوض میشه، با همه اینهایی که دو هفته سه هفته قبلش هی امتحان کردن نگاه کردن اینها، باز یه چیزایی آدم یادش میره، فراموش میکنه، ممکنه یه لینکای درست کار نکنه. این ما از شما میخوایم که با رفتن روی این وبسایت و نگاه کردن اگه اشکالی به نظرتون میرسه به ما بگید. مثلا سعید گفته بود که صفحه خیلی سیاهه. آخه سعید عزیز ببین، وقتی که صفحه سیاه باشه حسنش اینه که شما اون وقت این چیزایی رو که ما نوشتیم گذاشتیم اینجا، اینها رو روشنتر بازتر و بهتر میبینید. یعنی بک‌گراند دارک، ولی اصلش یا به قول معروف میگفتن بشین تو تاریکی روشنایی رو بپا یا نگاه کن. ببینید دوست از این صفحه جدید مردم تیویه، اینجا هم خیلی کوچولو نوشته مردم تیوی. بعضیا گفتن آقا چرا فارسی نمی‌نویسی؟ حمید حرف قشنگی زد، گفت آقا اگه کسی مردم تیوی رو تایپ کرد بلد بود بنویسه www.mardomtv.com آمد اینجا، فکر نمی‌کنم هوش حواس اینجوری باشه که بعد بگه آی من حالا کجا هستم. خب نگاه میکنه تو مردم تیوی هست. حالا ما با همه اینا خواهش کردیم از ایشون اینو یک کم بزرگتر کنن، یا اینکه یه تلویزیون مردم ایرانی هم این بغلش بنویسن. در صورت این بالا رو گفتم دوستان نگاه کنید، نوشته تهران 29 درجه. ماوستون رو نترسید، این موش کوچولو رو این ور ببرید به چرخونینش، وقتی میاری رو این کلیک میکنی الان نشون میده 73.2. من قبلا که نگاه کردم 86 درجه بود، چون روز بوده بعد از ظهر بوده در ایران، ولی الان شب هست و هوا لابد خنک‌تر شده. تاریخ رو نوشته، روز رو نوشته، چهارشنبه می 17 2017. از حمید عزیز خواهش کردم که ساعت رو به وقت ایران هم بنویسه، 8:30 اونها از ما جلو هستن، حالا بگو 2:30 و 8:30، بگو 2:09 11 تقریبا ربع ساعت به 11 شب هست. و امیدواریم که دوستان از ایران هم ببینند و هم با ما تماس بگیرند. دوستان فقط به دیدن این قسمت قناعت نکنید و این بغل سمت راست اون چیزی رو که این میگیرید اینجوری میایید پایین. مثلا ببینید الان لینک همین خانم فرنوش اینجا گذاشته شده، آقای بهرام مشیری، سوربی، خانم هنگامه افشار، اون چیزی رو که ما سالها، و من باز هم این رو میگم، تلویزیون مردم اولین تلویزیونی بود که بدون بخل و حسادت شروع کرد ویدیوهای دیگران رو، استیشن دیگران رو گذاشت. دلیلش هم این بود که ما ترسی از اونا نداشتیم، یا نمیگفتیم ای داد بیداد اگر یک کسی اومد بابک هروی رو نگاه کرد دیگه برنامه منو نگاه نمیکنه. بابک هروی مدتی هست از بیخبرم، امیدوارم خبرهای خوب ازش به شما بدم، چون میدونید که پسر ایشون مریض بود و امیدوارم که خوب شده باشه و این تصمیم گرفته باشه با پسرش بیشتر وقت بذاره. حتما یه زنگ میزنم بهش. اینجا باز بنویسم بابک هروی، اون آریو برزن پیروزنیا رو نوشتم. و این خیلی جالبه، دوستمون خانم شایسته الهامی یه نوشته رو گذاشته بود و من هم پخش کردم. میگه قدیما که دریچه فقط یه چارگوش، براتون میخونم، حالا بذارید این وبسایت رو نشون بدم. در هر صورت دوستان این بالا و پایین کنید، اینجا برید پایین بیاین بالا، همه اینها رو میبینید، آگهی ها رو میبینید، روی آگهی های ما کلیک کنید. و اگر خودتونم آگهی دارید که میخواین به اصطلاح ما در تلویزیون مردم پخش کنیم، یا با من یا با آقای حمید نصیری تماس بگیرید و این کار رو انجام بدیم. امیدوارم به زودی زود جوانهای دیگه‌ای بیان و این سکان این کشتی مردم تیوی رو در دست بگیرن
تا من برم اون ور دوربین، کاری که همیشه بیشتر دوست دارم پشت دوربین باشم. این ما ایرانی ها خیلی اشتباه میکنیم، میگیم ما نشستیم پشت کامپیوتر. نه عزیز من، من نشستم جلو کامپیوتر. بعضی ها میگن ما نشستیم پشت دوربین. نه عزیز من، شما نشستی جلو دوربین. اونی که فیلم برداری میکنه پشت دوربین هست. در صورت ملتی که هنوز پس و پیش کامپیوتر رو نمیدونه، ملتی که هنوز پس و پیش دوربین فیلم برداری رو نمیدونه، خب پس و پیش حکومت رو هم نمیدونه، گاهی وقتا پس و پیش خر و اسب رو هم نمیدونه و افسار رو به پشت یا به پس اسب میبنده به جای به جلوش. عکس دختر خانم ایرانی بدون روسری، برم این رو هم بهتون نشون بدم. دوستان برنامه اگه میخواین درست کنید، حتی خودتونم هستید شب میگید که درباره این و این و این و این و این صحبت کنم، قولتون میدم فردا که میان کلن یادتون میره. همون شب یه کاغذ و قلم توی جیبتون باشه. من به همین خاطر این پیرنهای دو جیب رو خیلی دوست دارم. خدا رحمت کنه رفتگان شما رو، خدا بیامرزه پدر ما رو. پدر من چون همیشه در سفر بود، این پیرنهاش دو جیب بود. بعدن دیدم که خلبانها هم پیرنهاشون دو تا جیب داره، برای که باید کارتای شناسایی و نمیدونم این چیزها رو داشته باشن. در صورت پیرن ما دو تا جیب داره، حالا گیر کردیم برای این دکمه که ببندیم. همیشه کاغذ همرام هست. و بله، یه دوستی هم شاهین یا شاهین دلنشین میگه که ببخشید بروید سر اصل مطلب. قربانت برم، برنامه من همینه. توی مهمونی شما وقتی آمدی نشستی، اگه یه نفر صحبت میکنه شما بهش میگی برو سر اصل مطلب. اصل مطلب امروز چیه؟ انتخابات؟ خب بفرما، شما بنویس. از انتخابات روز جمعه شما چه انتظاری دارید؟ اصل مطلبی وجود نداره. همه اینا همینه، همش اصله. و ما بلد نیستیم، هنوز بلد نیستیم که ما وقتی میریم یه جایی اگه یه نفر داره حرف میزنه صبر کنیم 5 دقیقه 10 دقیقه ببینیم چی میگه. دوست داشتیم بشینیم، دوست نداشتیم بریم یه جای دیگه. ما گفتیم امروز در درباره چی صحبت میکنیم که اون بشه اصل مطلب ما. بنده امروز قرار داشتم با خانم دکتر بهیه جیلانی صحبت کنم درباره انتخابات. ساعت 3 بعد از ظهرم با آقای دکتر کاظم افشانیان. خانم دکتر بهیه جیلانی حالشون خوب نیست، گفتن من امروز نمیتونم بیام، باید استراحت کنم. گفتم من امیدوارم حالتون خوب بشه و حالا آمدم با شما صحبت میکنم. این یه گپ خودمونیه، اینجا بهش میگن کژوال، همون خودمونی. هر چه میخواهد دل تنگت بگو. حالا شما بفرما ببینیم شما درباره چی میخوای صحبت کنی. اولا آها، شاهینه، باریکلا. اگر این شاهین رو دوستان اینجوری که می‌نویسید خیلی درسته، اشتباه هم نمیشه، چون بعضی هم می‌نویسن SHAHIN، اینو می‌خونن شاهین. ولی شاهینی که اینجوری می‌نویسید خیلی درسته، آفرین. دیدم که بعضیا آ رو با بزرگ می‌نویسن، اونجوری هم آ خونده میشه. ولی شما دیگه اینجوری هر سوء تفاهمی رو رفع کردید. به 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 این شاهین دلنشین، که شاهین دلنشین عکسش هنوز معلوم نیست. از موبایل سیستم اندروید برنامه‌تون زنده پخش نمیشه. شما درست میگید، اینم هنوز دنبال کارش هستیم. و به همین خاطره که روی فیسبوک گذاشتیم، اون کسی که تلفن اسمارت داره، اندروید داره، احتمالاً از فیسبوک هم به اصطلاح خبر داره و روی فیسبوک میتونه ما رو بیاد ببینه. و اما خب قرار شد عکس این خانم جوان رو به شما نشون بدم و امیدوار باشیم حالا که هر زمانی که انتخابات میشه توی ایران، این آخوندها و مسئولین یه کمی اذیت و آزار به مردم رو کم میکنن و آزادی ها رو که حق مسلم مردم یک کمی زیاد میکنن، جوانان عزیزی مثل این خانم جوان بعد از انتخابات دچار اشکال نشن. بله، نوشته نه به حجاب اجباری. زیر دست چپش هشتگ هست. این هشتگ بعضی ها تو ایرانی ها به شوخی میگنش خشتگ، بعضی ها اینجا میش میگن
پاند و یه چیز دیگه هم بهش میگن. در هر صورت این یه علامتیه که مثل یه ساختمون یا یه دو تا خط از این ور دو تا خط از اون ور، اینو برای علامت نمره هم استفاده میکنن. و من نمیدونم هشتگ رو کجاها میشه استفاده کن، چون هر نوشته ای رو میخونیم 10 تا کلمش هشتگه. در صورت این عکس رو یه جایی به نام آزادی یواشکی، آزادی یواشکی زنان در ایران، که اگه یادتون باشه اون خانم معصومه که حالا شده بود مسیح، نمیدونم اسمش هم حالا یادم رو، علیزاده، اون راه انداخته بود. بعدم یه عده مدعی شدن که این به کمک نمیدونم وزارت امور خارجه، و میدونید که ما همش تو دسیسه زندگی میکنیم، اینها بوده و الا چجوری یه شبه 250,000 نفر آمدن. ولی بهتون بگم درباره این 250,000 نفر آمدن، امروز واقعا میگم دلم برای این آقای شمیرانی سوخت، چون گویا گفته بوده نمیدونم فلان روز، میدونید اینا وعده میذارن میگن 26، بعد میگن نه آقا اشتباه کردیم، قرارمون این بوده 33 مثلا اردیبهشت بیایم بیرون، 33. حالا بعضی ماها 31 هم داره، ولی اینا قرارشون همون 33. پیام‌هایی رو گذاشتن تو تلگرام، اصلا این جوون باید اینا رو گوش کنه بره دنبال زندگی خودش. یکی گفته آقا ما رفتیم خبری نبود، یکی دیگه، و جالبه که اینا رو هم خودش پخش میکنه، یه خانم دیگه نوشته که من سر کارم، خب دیگه نخواستم کارم رو ول کنم برم اونجا، بعد از کار رفتم دیدم هیچ کس اونجا نیست، ولی مردم باید بیان، مردم باید پیشمرگ بشن. میخوام بگم خانم شما یک ساعت کارتو ول نکردی بری اونجایی که آقای شمیرانی گفته، اومد به مردم میگی بیان پیشمرگ بشن، اونم پیشمرگ تو، تو چرا نمیری پیشمرگ دیگران بشی؟ دوستان فکر نکنید من یه وقت اینا رو از خودم میگم، بذارید الان براتون پخش میکنم. اینو داریوش عزیز فرستاده، ممنونم داریوش. صحبتای این خانم رو نگاه کن دیگه، واقعا زمان این که عذر و بهونه بیاری نیست، باید بیای برنامه بذاری، دوستانتو بیاری و دعوت کنی ازشون. و اما ببخشید من فکر کردم با سیستم اندروید موبایل درست شده، اشتباه شنیدم، ببخشید. نه اونم الان حمید داره روی اپل و روی اندروید درست میکنه که اپش رو بذاریم. این اپ هم یه کوفتی شده ها، اون وقتا یه وبسایتی داشتی میرفتی میگرفتی، حالا وبسایت رو کردن اپ، شما باید بری از هر جایی اپش رو بگیری. اخبار میگه اپ ما رو بذار، هوا میگه اپ ما رو بذار، فروشگاه میگه اپ ما رو بذار، رستوران میگه اپ ما رو بذار. اون روز رفتم هریستیتر، میبینم توی سوراخ کوچولو دم در هریستیتر که یه فروشگاهی هست یه دونه استارباکس باز کرده، بعدم یه تابلو گذاشته نوشته همین الان اپ ما رو دانلود کنید و یه کافی مجانی بهتون بدم. گفتم نه کافیتونو میخوام نه اپاتو میخوام. اون وقت دنبال یه چیز میگردیم که کار داریم، هی باید هی مثل دیوونه ها اینجوری کنیم. حالا میگم مثل دیوونه ها ببخشید، این نوه من 13 ماهش شده میشینه تلفن رو اینجوری میزنه، تصویره که میاد بعد هی اینجوری میکنه، اصلا کانسپتشو بلد نیست که این رو چه اصول این، ولی میفهمه که دستش که میزنه به این گاهی وقتی به اصطلاح یه تصویری عوض میشه. دوستان گوش کنید، جنبش های یک نفره، دو نفره، سه نفره، و اینها هستن که آخوندها دیگه اصلا نگرانی نباید داشته باشن. یا آقای مثل نمیدونم تلویزیون ایران آریایی اینجا میشینه، یا آقای مثل سرهنگ فلانی اونجا میشینه، یا آقای مثل تیمسار بیکاری اونجا میشینه، یکی هم مثل سربی اینجا میشینه، آخوندها نگران کی باشن؟ اون شاه بود که باید نگران میبود یه دفعه 2000 تا مسجد هماهنگ میدونستن سر چه ساعتی بیان بیرون تو خیابون، نه این که مثل این خانمه. بذارید براتون، فدایی از تهران، فدایی از تهران، همه هم فدایی هستن، ولی جالب اینه حاضر نیستن 2 ساعت کارشون رو ول کنن یا نصف روز کارشون رو ول کنن برن. این درست اون تعارفی هست که میگه قربونت برم جانم فدای ایران. بشنوی این خانم یا آقا، بذارید ببینم کن 4 تا مسیج دارم. سلام آقای شمیرانی، هموطنان عزیزم، من امروز نزدیک میدون تجریش بودم، محل کارم بود، تا تایم کاریم نمیتونستم برم. خیلی ببینید دوستان، نزدیک میدون تجریش بوده، محل کارش بوده، نزدیکش بوده، ولی وقت کارش اجازه نمیداده، یعنی حاضر نبود. حالا من میگم 2 ساعت حاضر نبوده، 1 ساعت مرخصی بگیره. من نمیدونم حقوق این خانم چقدره،
یک ساعت مرخصی بگیره بره اونجا. گذاشته کارش که تموم شد، چون نزدیک میدون تجریش هم بوده تشریفشون رو بردن. حالا ببینید ملاحظه چه کردند. هیجان داشتم تایم کاریم تمام بشه بتونم خودم برسونم، ولی متاسفانه زمانی که رسیدم دیدم هیچ خبری نیست، هیچ اثری از فداییان نیست و واقعا ناراحت شدم از شنیدن صحبت‌های دوستان، از اینکه میبینم همه ما نشستیم نگاه میکنیم ببینیم دوستان حماقت رو ببینید. این نمیدونه که خودش هم یکی از اونایی که به عنوان فدایی رفته اسم نوشته. بدبخت سعید شمیرانی هم توی کانادا یا توی کالیفرنیا فکر کرده که علی آباد هم یه شهریه، ایشون هم شده پادشاه. این نمیفهمه، تازه حالا ایراد میگیره که من متاسف شدم رفتم اونجا دیدم فداییان نیستن. خانم فدایی ها تازه اگه بودن آمدند و رفتند، شما نبودی. اون وقت اینا میخوان شما رو آزاد کنن. بشنوید. میمیره جلو پیشمرگ بشه تا بقیه هم به هوای پیشمرگ شدن اون قدمی از قدم بردارن. اینطوری متاسفانه فکر نمی کنم به هیچ نتیجهی برسیم. خواهش می کنم هممون به سهم خودمون هر کدوم. من فکر کنم منظور ایشون خواهش می کنم همه تون برید پیشمرگ بشید تا من بیام. شما چی فکر می کنید؟ این نیست دیگه آقای عباس باقری، شما چی فکر میکنید؟ ممنونم از دوستمون اردشیر، نوشته مسیح علی نجات جناب صوبی. مرسی. بله ایشون اسم اصلیش معصومه بود، کردش مسیح، بعدم همه فکر کردن مسیح هست. حالا اون مسیح بزرگ چه کار کرد به جز اینکه جون خودش رو به خطر انداخت که این مسیح کوچولو چه کار کنه؟ بریم یه پیام دیگه بشنویم. سلام جناب شمیرانی، من از مشهد هستم. ما ساعت 2 رفتیم پارک، ولی هر قدمی 10 تا مأمور گذاشته بودن و فیلم برداری هم کردن از ما، همه رو پراکنده میکردن. چند نفری هم دستگیر کردن. من 2 ساعتی بودم، دیگه الان برگشتم اومدم خونه. امیدوارم که این اولین و آخرین جنبش شما نباشه و انشالله روزای دیگه حتما حتما به اهدافمون برسیم. حتما حتما، والا اولین بار من حتما رو حتما شنیدم. شما میگین ما رفتیم اونجا پلیس زیاد بود و همه را هم به اصطلاح پخش پرا کردن گفتن بریم. ای کاش میگفتی این همه چند نفر بودن. ضمناً ما که بارها گفتیم وقتی شبنامه میومد شهربانی، هوابرد، مامورای نمیدونم ساواک، اینها میفهمیدن که مسجد حبیب صبح ساعت 8 تظاهرات میشه تا ساعت 10 و اونا میدونستن، قرار گذاشته بودن که وقتی این نیروها میاد اینجا بعد 30 متری و 20 متری سینما سعدی، مسجد نمیدونم مسجد رضا اون شروع کنه. اونا میمدن، اونا مأمور میذاشتن. پس فکر کردی شما میری اونجا برات موکت قرمز یا فرش قرمز پهن کردن؟ اینم این. ولی شما حتماً حتماً این جنبش آخرتون نباشه، چون دیوانه هایی هستن که باز هم میان و احمقه هایی هم هستن که اونا رو باور میکنن میرن. و امیدوارم شماها هم مثل اونهایی که حرف حقا رو گوش دادن و رفتن دم دانشگاه دستگیر شدن، هیچ کم دیگه ازشون خبری نداره، نشید با این فیلم هایی که ازتون گرفتن، با این عکس هایی که ازتون گرفتن. سلام آقای شمیرانی، خسته نباشید. امروز کسی جرقه نزد تو بشر، بعد همه واستاده بودن که ببینن چی میشه چی نمیشه. همه با غمه و پنجه بوکس و نه منتظر بودیم، ولی کسی نمیتونست یه جرقه ایجاد کنه. این دوستان ما با غمه و پنجه بوکس رفتن انقلاب کنن. مصاحبه کردن با آقای کوروش زعیم و ایشون گفت آقا کسی که با چوب و چماق و تفنگ میاد یه کسی دیگری رو میزنه، خونین و مالین میکنه تا قدرت رو به دست بیاره، این قدرت رو دو دستی نمیده به شما، این قدرت رو با همون قمه و پنج بوکس نگه میداره. ضمناً آقای شمیرانی طرفدارای شما اینا هستن، پنج بوکس و قمه خجالت بکشید. بعدم تازه میگه کسی نبود جرقه ای بزنه.
جرقه به کجاتون بزنه؟ بریم یکی دیگه شو بشنویم. درود و خسته نباشید خدمت فرمانده محترم جناب آقای شمیرانی. ما امروز طبق دستورتون در میدان ونک حضور داشتیم و من تنها بودم، دیدم رفتم اونجا دم ایستگاه تاکسی. خب سالی که نکوست از بهارش پیداست، طبق دستور فرمانده رفته میدون ونک، خودش تنها بوده. آقای شمیرانی جوون هستی، بهت نمیگم برو خودکشی کن. شما این اشتباه رو برای آقای رضا پهلوی کردی، این اشتباه رو برای حخا کردی، این اشتباه رو الانم کردی دیگه بابا، سه بار شد. برو دنبال کار زندگی. ممنونم از داریوش عزیز از آلمان و بله دوستان روی علامت خنده میفرستن. والا من فکر کنم خنده شما از گریه غم‌انگیزتر است. چیزی که هست چی میگه؟ خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است، کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم. فکر کنم خنده شما هم از اون جهته. خب ببینیم که این دوستان لطف کردن و مصاحبه من با آقای زعیم رو برای دوستان دیگه شون فرستادن. من هم برای شون نوشتم که خوبی های شما مایه دلگرمی من بوده و هست. ایشون نوشته انجام وظیفه نیاز به تشکر ندارد، آقای زعیم باید از شما تشکر کنند. و باز برمیگردیم سر مسئله انجام وظیفه یا خدمت کدومش درسته و اینها، که آقای دکتر افشارها از سفر برگشتن، ساعت 3 بعد از ظهر با من و شما خواهند بود و اینها رو توضیح میدن که ما یاد بگیریم، یا اگر مخالف گفته ایشون هستیم در موردش فکر کنیم. و اما این مطلب رو دوستی از داخل ایران نوشته و خواهشن بخونید. اینجا الان دیگه بهتون بارها گفتم از این یه دوستی در ایران نوشته و شما هم بخونید. هر روز روزی دو سه تایی این ور اون ور توی فیسبوک و اینها میچرخه، اب نداره، امیدواریم حقیقت داشته باشه، ولی مهم نیست که از ایران اومده باشه یا یک اتاقی توی فرانسه یا یک اتاقی توی استرالیا. مدتی است حرفی روی دلم سنگینی میکنه، فکر میکنم الان وقت این رسیده که حرفم رو بزنم. همیشه در میان ایرانیانی که مدعی مخالفت با مدعی درسته یا مدعی با رژیم هستند، در مورد هموطنان خارج از کشور اصطلاح بیرون گود نشین رو به کار میرود. نقد و نظر این عزیزان را به واسطه دور بودن از شرایط کشور بی اساس و خالی از درک شرایط موجود می دانند، اما واقعیت چیست؟ در طول تمام سالهایی که هر کس چه از داخل کشور و چه در خارج از کشور به نحوی علیه جمهوری اسلامی مخالفت خوردار نشان می دهد، اما رژیم بخش زیادی از تلاش و هزینه خود را صرف تخریب وجهه همین بیرون گود نشین ها و سانسور و فیلتر آنها کرده. هزاران اتهام اخلاقی دروغین، هزاران سرکرده رژیم با لباس مخالف در خارج کشور با هدف تخریب این قشر، و تمام اینها نشان از این دارد که اهمیت کار این بیرون گود نشین ها به قدری است که میتواند تاثیرگذار باشد. همینطور که تا الان صدای ایرانیان معترض، زندانیان سیاسی، صدای فعالین حقوق کودکان کار و تمام ایرانیانی که از داخل صدایی ندارند بودند، و این چیزی جز وطن دوستی و عشق به ایران و ایرانی نیست. هستند ایرانیانی که در خارج کشور بدون موضع‌گیری سیاسی در رفاه و آسایش زندگی می‌کنند و به هر دلیلی روی تمام واقعیات که می‌بینند چشم می‌بندند، و هستند بیرون گودنشین‌هایی که هر 4 سال یک بار به خاطر مسافرت‌های تفریحی به ایران هم در انتخابات شرکت می‌کنند و هم مردم را به شرکت در انتخابات و تداوم این ظلم تشویق می‌کنند و هم مردم را بله تشویق می‌کنند، ولی این دسته آخر بیرون گود نشین خوانده نمی شود و معمولا حرف آنها به عنوان کسی که در غرب زندگی می کند و درک بالایی دارد الگو می شود. من به عنوان کسی که طعم آزادی را نچشیده و در جامعه ای رشد کرده که نیمی از این جمعیت زیر خط فقر است و تنفروشی، کودکان کار، پارازیت، سرکوب، اختلاس، حق خوری، راندخاری و
آنقدر زیاد است که من برای تبدیل به یک اصل و اساس جامعه شد و یک اصل و اساس جامعه شده آنقدر این موارد برای عادی شده که به راحتی میبینم و فراموش میکنم. روی سخنم با همین عزیزان بیرون گود نشین مخالف جمهوری است که شما صدای ما بوده و هستید. اگر اعتراضی میکنیم حاصل اطلاع رسانی شما بیرون گود نشین هاست. شما آزادی را به ما معرفی کردید و شناساندید تا فکر نکنیم زندگی یعنی هر چهار سال گوسفندوار یک چوپان انتخاب کردن و در فقر و فلاکت زندگی کردن است. و سخنی دارم با روشنفکران غرب‌نشین که هر چهار سال یک بار به حل دلیلی در سفارتها حاضر می شوند و از جمهوری اسلامی حمایت می کنند. شما عزیزان اگر جای ما در ستار بهشتی ها بودید، اگر مثل آتنا و آرش در اعتصاب دوچار مشکلات جسمی و روحی می شدید، هیچ وقت برای رفت آمد به ایران زیر بار این حقارت نمی رفتید و در کشورهای آزاد به دیکتاتوری در کشوری دیگر رأی نمی دادید. خب ببینید، به نظر من خوب شروع کرده نوشته، این فقط می خواسته بگه که حالا شما هم دل سرد نشین، به کارتون ادامه بدید. ولی من چیزی از این ایمیل نفهمیدم. این ایمیل رو برای آقای چمن‌آرا فرستادم. آقای چمن‌آرا گفت که بله منم با ایشون موافقم، و اما چون اسم آقای چمن‌آرا رو آوردم و همین امروز که من و شما اینجا داریم با هم صحبت می‌کنیم، ساعت 2:40 بعد از ظهر ویرجینیا، واشنگتن، نیویورک، دوستانی در کنگره آمریکا، دوستان وقتی میگم کنگره آمریکا فکر نکنید 530 چند تا نماینده مجلس و 100 نفر سناتور پشت چشمشون باز بوده، همه منتظر این بودن که آقای فخرآور 10 نفر رو از روی اینترنت پیدا کنه و به اون بنده خداهام با کلک و دروغ و اینها بگه اونها بیان. البته هستن، آقای جاوید شهافر الان آمده اینجا از استرالیا، اتفاقا اگه فرصتی پیش بیاد باهاشون مصاحبه میکنیم. حالا من نمیدونم این برنامه کنگره تا کی مصاحبه میکنیم و ببینیم چی شد. حالا آمدن اینجا، کشوری که الان خودش مثل خر به گل مونده که ما با این ترامپ چه کار کنیم، کشوری که دو دستگی درش داره بیداد میکنه و میگه ما همچین چیزی به این بدی نداشتیم تا برگردیم 150 سال قبل در زمان جنگ های به اصطلاح داخلی بین اونایی که طرفداری میکردن از بردهداری و اونایی که طرفداری نمیکردن، بین شمال و جنوب. شمال آقای آبرام لینکن و دوستانش بودن، جنوب این جنرال ها و جنرال لی و فلان اینها که یکی مجسمه هاشون هم مردم اعتراض میکنن و دارن ور میدارن. آمریکایی که اینجوری خودش مونده، آمریکایی که خودشون نمیدونن این رئیس جمهور دیوانه به اصطلاح خودشیفته و دروغگو رو چجوری از شرش نجات پیدا کنن، حالا شما بلند شدید رفتید اونجا قانون اساسی، گیرم که اونا بگن بله این قانون اساسی خوبیه. چه روشی هست برای اینکه این قانون اساسی دلبند شما بره دست آخونده، آخونده اجرا کنن؟ کی میخواد اجرا کنه؟ آقای رضا پهلوی میخواد اجرا کنه؟ رضا پهلوی که گفت من نمیام. رضا پهلوی از همه شما زبلتره، میدونست با اون بی آبرو بازی که در آورد برای دادگاه لاهه همین مونده که حالا بیاد اینجا. البته رضا پهلوی من شنیدم میگن از دوره خاتمی به این گفتن بچه، همون حرفی که خمینی بهش زد، بچه برو دنبال درست. گفتن آقا پول داری، پولا رو آوردی، برو دنبال زندگیت و الا تو هم مثل آقای طباطبایی و دیگران کله پا میکنی. اینم از این ماجرا. ببینم کیه، امیرعلی هم آمد. چقدر بعد از انقلاب ما اسم امیرعلی داریم، امیر حسین، امیرعلی و اینها. من چند تا دوست دارم که اسمشون امیرعلی هست. و اما یکی از پایه‌های مغز بشر، این دوست ما که درباره مثلا ببین دوست عزیز آقای عباس باقری، این دوست ما که وقت میذاره 16 سال رفته مطالعه و تحقیق کرده درباره مغز، و اونی که ما میگیم آقا تنها چیزی که به فکر به دستور ما نیست قلبه و الا همه چیز بدن به دست ما هست، میگه اشتباهه، میگه ما مغزم به دست ما نیست، کنترلش دست ما نیست و این اشتباه محضه. این میاد برنامه میذاره، اول برنامه به من میگه که از دوستان بپرس نظرشون چیه، همه میان گوش میدن میرن،
یکی نمیگه بله آقا این درست میگه، من تا امروز اشتباه میکردم، یا یکی نمیگه نه آقا این غلط میگه، من رفتم تحقیق کردم اینجوری چنین چنان. یه مشت آدم بی بخار، ولی تا یه جا دیدیم یه نفر اطلاعیه زده که آقا برنامه من امروز ساعت 2 شروع میشه، آقای نمیدونم آریو برزن میاد زیرش یه چیزی مینویسه، میگه آقا این چی آخه، یا اون یکی دیگه میاد میگه اگر شهامت داری این نوشته من رو، نوشتهش فحشه به یکی دیگه، آقا برو به خودش فحش بده. در سرزمین من هر چرا نمیفهمند مسخره میکنن. این عکس جالبی است، اجازه بدید من این عکس رو اندازه کنم بهتون نشون بدم. و من اول نگاه کردم متوجه نشدم. نگاه کنید این دو نفری که وایسادن و به این که نشسته میخندن، مغزشون ببین قد یه گردوه، ولی مغز این که نشسته ببینید تمام تقریبا سرش رو به غیر از اون استخوان پوست، به صورت اون استخوان چی بهش میگن اسکالپ، اون جمجمه، باقیش مغزه. ولی این دوتایی که مغز کوچولو هستن چون نمیفهمن اون رو مسخره میکنن. پس شما اگه یه جایی یه چیزی گفتید که درسته ولی مورد تمسخر واقع شدید، ناراحت نباشید. اینم از این. و اما آقای چمنارا، ماجرای کنگره آمریکا، آقای جاوید شهافر، و من یه بار دیگه آقای چمنارا رو به چالش میطلبم که آقا این قانون اساسی از بیرون نوشتن و خب حالا اقلا یک کاریمون رو انجام داده باشیم، به نظر من کارگشاه نبوده. و به همین علت هم هست که ببینید چند تا قانون اساسی تا حالا نوشته شده ولی هیچ حرکتی انجام نشده، چند تا جنبش حخا، جنبش نمیدونم پخا، جنبش فلان درست شده ولی هیچ حرکتی انجام نشده. ولی آخونده یه جنبش انجام دادن چون با برنامه بود، یعنی هدف که معلوم بود، برنامه هم داشتن، وسیلهش رو رفتن نگاه کردن کدوم حاجی بازاری چند پول میده، 100,000 فرانک این وسیله است، کدوم دولت چند پول میده، چند میلیون دلار این وسیله است. شماها هدف دارید، بله همتون آزاد، هدفاتون هم خوب زیبا قشنگ آزادی ایران، برنامه‌تون چیه؟ برنامه ندارید. نفرگیری یا اینجا میگن ریکروت کردن نیروهای جدید، حالا نه جوان فقط، نداشتید، ندارید. خودتون آقای چمنارا به گواهی ایمیلاتون میگین من مثلا تا 3 سال پیش با اینا دوست بودم، الان اینا هم با من دشمن شدن. یعنی هرچی هم دوست داشتید اونا هم از دست دادید، سر اینکه اونا هم به دروغ میگن ما دموکراتیم، ما چنینیم، ما چنانیم، ولی نیستن. ما یه جای کارمون اشکال داره. خیلی ممنون، ایشون برای یه نفر نوشته بود که یک فیلسوفی در شرق آمریکا گفته که وضعمون خیلی خرابه، لطف کردن منظورشون به من بوده، من نوشتم که فیلسوف یا پیرسوک، شیرازی ها به پرستو میگن پیرسوک، نمیدونم چرا از قدیم ما این پرستوی سیاه ها که میپریدن یا شب که میمدن آهنگر بلد بودیم، غروبا که میشه نمیدونم روشن چراغا میان از مدرسه فلان اینا، اون پرستوها و کلاغا و اینا، ولی شیرازی ها به پرستو میگن پیرسوک. من برای ایشون نوشتم منظور شما فیلسوفه یا پیرسوک، ضمناً من نمیگم وضعمون خیلی خرابه، من میگم کارمون خیلی خرابه. وضع با کار فرق میکنه، وضع و حال چیز دیگه است، کار چیز دیگه است. ممنون و متشکرم. بله، این خانم فرنوش، خانم جوانی که نظر خودش را خیلی ساده و قشنگ خودمونی با شما در میان گذاشته یا میگذارد، آفرین. حالا نوبت من و شماست که نظر خودمون رو بگیم. و اولش هم این خانم همین سوال رو میکنه، میپرسه که این نظر منه، حالا نظر شما چیه؟ اونجاست که آقای عباس باقری باید نظر بدیم، اونجاست که آقای آریو برزن باید نظر بدیم، اونجاست که آقای یا خانم گنج آزادی باید نظر بدیم. خب ببینیم که دوستان چی میگن. سعید میگه have to try 3 computer to get to your program. سعید جان من از خودت ناامید کردی، شما اگه کامپیوترت ویندو باشه، پی سی یعنی به قول معروف اون پروسسورت ویندو باشه، از هر وبسایتی که روی بیان بهت نشون بدم دیگه میگه این گوی و این میدان و اون ماجرای بود. گفتن که ملا نصرالدین گفت که یه نفر به ملا نصرالدین گفت که من در فلان ده که بودم
از روی مثلا 10 تا الاغ میپریدم. مولا نصرالدین گفت والا حالا اون ده نیست ولی الاغ اینجا داریم، بیا این 10 تا ردیف شما بپر از روش. ببین دوست عزیز، من با این وقتی میام این پایین نوشته واچ لایف به انگلیسی، با فارسی نوشته تماشای تلویزیون مردم برای دوستانی که از ویندو استفاده میکنن، اینجا را کلیک کنید. کلیک که میکنن بفرید ولی اولاغ اینجا داریم، بیا این 10 تا ردیف شما بفرید. شما اگر با مثلا کروم بری دیگه، شما که خودت استاد این کار هستی، ما چقدر خواهش کردیم از شما، زبونمون مو در آورد که آقا بیا یکم یاد مردم بده. بیا خب مثلا آقای شاهین دلنشین میگه اگر برنامه قطع شد صفحه را ببندید و دوباره روی چی فشار دهید. بله روی پلی فشار دهید، درست میگه، یا صفحتون ریفرش بشه. ببین عزیز من، این الان من از اینترنت، از فایرفاکس آمدم در کجا؟ در کروم، این یه براوزر دیگه، باز همون صفحه باز میشه، چون این قسمت رو آقای نصیری درست کرده، این با همه اداپتیوه، این با همه براوزرها یا جستجوگرها یا موتورهای جستجو کار میکنه. حالا رو این که فشار میدم نگاه کنی، خود من فشار دادم متوجه نشدم، دیدم پدر سوخته آمده این سمت چپ پایین یه چیزی گذاشته نوشته مردم تیوی ای اکس فلان، دوباره باید یک کلیک دیگه بزنم. این یه براوزر دیگه بفهم. باز همون صفحه باز. خب حالا یه دفعه هم ببرم اینترنت اکسپلورر چیکار کنیم ما از دست این سعید؟ بفرمایید اینم اینترنت اکسپلورر ببینیم. حالا مردم تیوی جالبه، تو اینترنت اکسپلورر هنوز صفحه قدیمی ما هست. آها میایم اینجا هوم. خب اینجا که اومدیم حالا روی این کلیک میکنیم تا حواس کار کنیم ما از دست این سری. بفرم اینم اینترنت اکسپلورر ببینیم حالا مردم تیوی. حالا سعید جان من دیگه چی بگم؟ اگه فکر میکنی من دارم از اینجا سحر و جادو انجام میدم، خب بهتر من به جای مجری برنامه باشم برم یه جایی ماجیشن چی میگن شعبده بازی کنم. ببینیم این دوستون چی میگه. I have two Mac here, need extra program but I bring up a PC to see you. قربونت برم روی مک برو رو فیسبوک ما رو ببین، یا مثل کتلت شب مونده برنامه قبلی ما رو اون اول ببین. اذیت نکن، این کاریه که تو باید 5 سال پیش برای من انجام میدی، نشستی توی کالیفرنیا هر وقتم 2 روز تعطیل میشه مثل کش تنبون در میری میری مکزیک، این کارها رو برای ما انجام نمیدی. خب این دوستی شما برای پای وقتی هم میگفت دوستم تا چی؟ تا لب جوب، تا لب کوزه، یه هم چیز در هر صورت اذیت نکن. من امروز اینجا گرمه، میدین الان آسینم هم زدم بالا آماده. خب آقای محمد کرمی ببینم چی نوشته. آقای محمد کرمی این هم دیالوگ من با وی است که اینجا اسمش چیز دیگر از روز جمعه اساسی میخوام به فرقه رجوی و جاسوس‌هایشان حال بدهم، اگر از این موارد داری برام بفرست تا روش کار کنم. آهان یه دوستی با ما تماس گرفت و نوشته که از سازمان مجاهدین جدا شده و الان توی چیز بهش پول نمیدن و مونده توی آلبانی. من هرچی فکرش کردم، این همه ما از اول برنامه کانون آوا تا آخر میگیم با خود این آقایون تماس بگیرید، با کانون آوا تماس بگیرید، آدرس و ایمیل، آدرس وبسایت آوا رو از هر 5-6-10 سال میشه هر 1 دقیقه نشون میدیم چجوری این آقا آمده با من، اونم اسمش یه چیزی دیگه است، حالا نگیم شاید بعدن بگی برام خطر ایجاد کردی، نه اسم ایرانیه نه چیزی. وقتی برای کانون آوا فرستادم، کانون آوام اولین سوالشون همین بود، آقا چرا ایشون برای خود ما مستقیما نفرستاده؟ پس یه اشکالی تو کارش هست. حالا آقای کرمی میگه آقا من با ایشون صحبت کردم، جمعه به احتمال 99% با آقای کرمی هستیم. ممنونم از دوستان که هفته گذشته به خاطر اینکه من خارج از شهر بودم، اینها هم مثل همیشه لطف کردن و گفتن آقا برو سفر خوبی داشته باشی، فعلا این فیلم سینمایی سیانور رو نشون بده. و خوب شد که یادم افتاد بعد از برنامه خانم فرنوش فیلم سیانور، چون وقتی من آمدم شروع کردم اون فیلم نیمه کاره تموم شد، دوباره اون رو براتون میذارم اگر ندیدید. خب ببینیم که کجا بودیم، تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ آقای
دکتر کاظم افشارها از کانادا و ایشون در سفر بودن. ببینیم که سفرشون چگونه بوده، نظرشون درباره انتخابات چی هست. و دوستان یادتون باشه جامعه مثل یک گلستانه، مثل یک مزرعه کوچولو برای گل لاله نیست، برای گل شقایق نیست، برای گل سرخ نیست، برای گل رز نیست. گلستانه. شما تو جاده ها رانندگی کنید، میری یه جایی میبینید این همه گل، این همه درخت، این همه سبزی، بعد میرسی یه جایی نه سبز نه چیزی، اصلا میگی به چقدر قشنگه اینجا، چون دیگه از سبزی خسته میشی، از گل خسته میشی. این گلای وحشی رو وسط جاده ها نگاه کنید، یکیش زرده، یکیش سبزه، یکیش قرمزه، یکیش بلنده، یکیش کوتاه، یکیش پهنه، یکیش چاقه مثل من، قشنگه. سعی نکنید همه مثل شما باشن. اشتباه بزرگ دیکتاتورا اینه که فکر میکنن اولا خودشون درست میگن، دوما میخوان همه مثل اونا فکر کنن. آقا حتی اگه درست میگی باید قبول کنی که یه عده مثل تو درست فکر نمیکنن. ولشون کن به حال خودشون، بذار حرفشونو بزنن. آقای دکتر افشارها یه آدم باورمند و متدین هستن. شما بیدین هستی، برو آقا قرآن آتیش بزن، برو هر کاری میخوای انجام بده. به اون چه؟ اون میاد نظرشو میگه، دوست داری گوش کن، دوست نداری گوش نکن. دوست نداری گوش کن، نظرتو بنویس، باهاش تماس بگیر، شماره تلفن میده، ایمیل میده، حقیقیه. مثل شما عکس سنگ و عکس کوروش و عکس شیر و عکس بزمجه نیذاشته اونجا، خودش میاد جلو تلویزیون، یه آدمی از من مسنتره دیگه، میاد میشینه اونجا با شهامت. شما اونایی که اینجوری با شهامتن باهاشون اینجوری رفتار میکنید، ولی یه مش بزمجه که میرن میشینن اسمای دروغی برای خودشون میذارن، شما اونا میشن فرماندهتون. درود بر فرمانده، ما آمدیم هیچ کس نبود. خب احمق نشون میده که این فرمانده فقط تو رو تونسته خنگ کنه بیاد اونجا، کسی دیگه ای احمق تر از تو نبوده، یا شما خیلی باهوش بودی فقط شما فهمیدی این چی میگه. چی بگیم بهتون آخه؟ خب من اینجا بنویسم برای آقای Are you ready؟ Are you ready یعنی حاضر هستید؟ بله. ایشون بگه بله، من میرم و با ایشون مصاحبه میکنم، پای صحبت ایشون مینشینم. مصاحبه، من این کلمه گفت و شنود رو بیشتر دوست دارم. یکی بگه خب مکزیکو، این سعید زدم، موقع نهارم هست، گرسنم هم هست، ساعت 3 بعد از ظهر هنوز نهار نخوردم، زدم به هدف، میگه از خنده افتادم روی زمین و دارم میچرخم. بله، یکی از پایه‌های مغز بشر، عشقی نمونه در ایران. این فیلم رو ببینید، این حسن ختام خوبیه. همینجور که ما امروز برنامه‌مون رو افتتاح کردیم، باز کردیم، آغاز کردیم با خانم فرنون، خط سر و صدا می‌کنیم. این ویدیو رو هم که دوستمون از خلیج فارس فرستاده با هم تماشا می‌کنیم. بعد منتظر آقای کاظم، دکتر کاظم افشارها خواهیم بود. کامرای 3 ببینیم و بشنویم. مدلیا از مجنونه. لیلی و مجنونند و هم رنگ شدن موها و دندانهایشان ذره از عشق و علاقه آنان را نکاسته و هنوز چون جوانی عاشق همند. بابا ما خیلی عجب راده پیر شدی خامه. حالا این عشق شده ذکر حفشجانی ها. تو موینه داشت قهر و غضبی ندیده، همش مهربونی و هم زندگی کرد. و همین شد که راهی دیارشان شدیم تا راز یک قرن عاشقی آن دو را جویا شویم. امروز قبله چند سالش میشه؟ 110 سال، 150 سال و نوه و نتیجه و نبیله و نجایو. این بیبیه لیلی حکایت ما. اسم ما بیبی نسای عزیزیه، اسم شوهر محمد تابره، خطه آسان خودم 91 سال خونده رد و 11 سال
این آقا هم مجنون حسیر بافه. کبه میگه 95 سال پیش از درخت میفته و دیگه هیچ صدایی رو نمیشنوه جز صدای عشق بیبی نسا. یا که نریزیشه منم پاش درش نریزیشون دستی خواهمش. نتیجه عشق بیبی و کبلایی 4 تا پسر و 2 دختر. من دختر بزرگشونم 85 سالمه. با هم میرفتیم صحرا چرکه میچیدیم، پدرم سبد بافی میکرد. حالا جو نیپوشیم بده یه انگشتر برام. جو نیپوشیم نه انگشتر در برام. کیفیتشون هر کدومشون اگه ضعفشو داشته باشی 10 سال کار میره. یک پره نون که داشتیم میباز بگیم بچه بخور خودمون نخوریم، بچه هیچی در گور همسان بگیم به خجالت بگیم. نه مشکل نه مشکل روز خشتی مالی ساشه که شد ایگه زباهنیانی دو اما یو بیشتر میرسید میرسیدیم. هم دوست مادرم با بر پسر از زندگی کرده خوبی دو با دختر هست و با نواهاش ما همینجوری زندگی کنم. وقتی که با کبله ازدواج کردی بله. کبله ناشنوا شده بود؟ خوبی دوستم منم گفتم مجنون تو نیخوام، اونم گفت لیلی تو نیخوام. بانه که در تمام این سادگی ها و مهربونی ها نمونه یک روز از زندگی بیبی و کبلایی بود که ما. خب بسیار ممنونم دوستان عزیز، ما هم به این جوانهای قدیم تبریک میگیم. ولی دوستمون آقای شاهین دلنشین نوشته که آقای سربی اسم من هم مستعار است و حتما علتی دارد، لطفا توهین نکنید مگر اینکه مرا بشناسید و بفهمید آدم عوضی هستم. ممنون دوست عزیز. ببینید خود شما وقتی میگیم اسم من مستعارم یعنی شما اون آدمی که باید باشید نیستید، یه آدم عوضی هستید، یکی دیگر رو گذاشتید عوض خودتون. بعد من نگاه میکنم میبینم تو ایرانی که نمیدونم میان جلو دوربین اینجوری وای میسن فوش میدن ایراد میگیرن چی میکنن نظر میدن مینویسن، اوه شما کجا هستی که میترسی؟ بعد شما اگر یه کاری هستی و میترسی خب نیا اینجا عزیز من. یعنی شما فکر میکنی اونا الان نمیدونن تو کی هستی کجا هستی؟ وقتم بعد میای مامور و جاسوس جمهوری اسلامی برنامه‌شو نگاه میکنی. امیدوارم موفق باشی، همینجوری بمون پشت این پرچم شیر و خورشید، یا پرچم بیاد کمکت کنه یا شیری یا خورشیدی نمیدونم والا چی بگم. ما نمیدونیم به شما چی بگیم آقا، گناهکاریم ما نمیفهمیم شما چی میگید، نمیفهمیم به شما چی بگیم، یعنی زبان شما رو ما نمیفهمیم. برید دنبال خودتون که زبان هم دیگر میفهمید. دوستان عزیز با آقای دکتر کاظم افشارها هستیم. چقدر تصویر عالی و خوب، فقط اجازه بدین من تصویر ایشون رو به سیستمم بدم. آقا ماشاءالله این سفرها به شما ساخته. سلام میکنم خدمتتون، خوش آمد میگم، میکروفون در اختیار شما، بگو هرچی میخواهد دل تنگت. بفرمایید آقای افشارها. جناب سربی سلام عرض میکنم قربان. سلام از من عزیزم. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین، یا من هو اختفا لفرط نوره الظاهر الباطن فی ظهوره. الحمدلله الذی خلق السماوات و الارض و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله الطیبین الطاهرین. با سلام و درود بی پایان بر موحدین عالم، یکتا پرستان جهان و معتقدین به مالک یوم الدین با هر دین مذهب آیین و روشی که دارد، و با عرض تبریک شخصی جناب آقای سربی به حضرت عالی به خاطر ازدواج فرخنده آقا پسرتون که امیدوار هستم عمری را در نشاط و عرض کنم که محبت متقابل زندگی با شکوهی داشته باشن به زیر سایه بزرگترهاشون. ممنونم از شما، امیدوارم همه جوانهایی که تصمیم به ازدواج میگیرن موفق و خوشحال باشن. الهی آمین. بسیار 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 خوشحال شدم که به هر حال این هم باز مزیدی شد در ارادت بنده به حضرت عالی و به خانواده
که پسر و دختر به موقع خودشون به زندگی مشغول شدند و امیدوار هستیم که آینده و سربلند باشن. و اما جناب آقای سربی، جای شما بسیار بسیار خالی، جای دوستانی که به هر حال میلی دارن که سیر و سیاحت داشته باشند، خصوصا اگر از عرض کنم که وطن اصلی خودشون هم باشه. مختصری در این باره چند کشوری را رفتیم و در نهایت هم مشرف شدیم به مشهد و تهران و چیزهایی به هر حال دید تحقیقی داشتیم که ممکن هست در طول همین به هر حال یک ساعتی در خدمتتون هستیم بیان داشته باشیم. در اینکه خانم جیلانی فرمودین درباره انتخابات می‌خواستن صحبت بکنن و مریض شدن، بنده هم قدری کسالت سرماخوردگی دارم، یعنی شبی که 3-4 شب قبل از فرودگاه این به اصطلاح تاکسی هاشون که لیمو های خیلی خوبی هست شما مدرن اینا آوردن، من سرم به کتاب بند بود تو ماشین، ایشون هم کولر زده بود، شدیدن من به کولر حساسیت دارم، از همون شب کابدیم بالاخره قدر سرما خوردیم. این رو به این دلیل به عرض بینندگان محترم و شنوندگان عزیز میرسونم که اگر احتمالا در این عرایزم حدسه ای سرفه ای با عرض یک دنیا معذرت آبریزشی خواستیم بگیریم این حرفا، بنده رو به بزرگواری خودشون ببخشند. جناب آقای سربی، بر مبنای و بر اصطلاح مناسبت این ایام که همونطور که اشاره فرمودید برای انتخابات اینها موضوع روز هستش، لازم میدونم مختصری در این باره صحبت داشته باشم به اضافه ملحقاتی که به این مسائل مربوط میشود. چند روزی هست اولا عرض میکنم حضور شما که اگر یک وقتی سوالی، پرسشی، مسئلهی باشد در این مسائل، در مورد این مسافرت، در کلیات به هر حال حضرت عالی هم بفرمید که هم ما از صوت ملیح شما مستفید بشویم، که گاهی صدایی میفرمایید که ارزم به حضورتون که عنوان سوال و جواب، و هم این که بنده هم بتونم پاسخگوی مسائل باشم به برنامه پرپا معنای خاص خودش رو ببخشی. خیلی ممنون. اجازه بدید من فقط برای دوستان، چون همینو الان گذاشته بودیم، توضیح بدم این پرپا اگه دقت کنید پرسش پاسخ است. دوستان اگر پرسشی دارید بنویسید، یا با ایمیل یا با تلفن یا با فیسبوک، هر چی. از نتالی هم اگر فرمایشی به نظرتون رسید مزایده نفرمید آقای سوری. چشم، منم اگه سوالی داشت باشم یا نظری داشت باشم میپرسم. البته اینجا هم یک یادآوری داشته باشم که بعضی اوقات دوستان بعضی سوالات متبلی دارن، طولانی دارن، که از اول بشریت تا یوم القیامه ادامه خواهد داشت. مثلا یک کسی میگه آقا دلیل شما برای اثبات الله چیست؟ این مسائل یک بک‌گراند فلسفی میخواهد، زمانها میخواهد، مسائل میخواهد که اصلا آتافشوی اصلا خارج از موضوع میشه. مسائل مقطعی در این موارد اگر سوالی بود که بتوانیم در همون اندک زمان پاسخ بدیم در خدمت خواهیم. جناب آقای سربی، عرضم به حضورتون دیگه مطلع هستین که روز جمعه انتخابات هست. بله بله. انتخاب بین بهتر و بهترین، به ملاحظه اینی که خانم ها آقایان خصوصا در این چهچهستان غرب معتاد شدن برای این که بگوین انتخاب بین بد و بدتر. آقا بد و خوب عرض است، بر جامعه غرب عارض شده است بدی، ذات بد است، گوهرشون بده، خصوصا در 120 ساله اخیر که این انحصارا سیبل و هدف غرب در مکش و در عرض کنم که فرومایگی و در عذیرش و قاپیدن هرچه بیشتر مادیات شده است، این گوهره و این ذات بد شده. در اینجا حق داریم بگوییم بین بد و بدتر، چون ذاتن خبیثن، ذاتن بدن، بنابراین می شود انتخاب بین بد و بدتر. هایدر هیلاری یا آقای این مردی که به نظرم آقای سربیجان از همه جلوتر من به عرض شما رسوندم که این مرد یا عرض کنم استیزا خواهد شد،
یا خودش استعفا خواهد داد به فیروز که دارد به ثبوت میرسد این گفته. بگذارید در اینجا میشود انتخاب بین بد و بدتر. ولی خانم ها آقایان، ما نمیتوانیم برای انتخاب در کشوری مشابه واتیکان که از نظر عرف بین الملل درست همسان امریکا و روسیه و انگلستان شخصیت حقوقی دارد، بگوییم انتخاب بین بد و بدتر. اونجا میشود انتخاب بین خوب و خوبتر، چون ذات و گوهر خوب است. من ایرانی را ذات و گوهرش را خوب میدانم. بنابراین اگر میخواهیم ما یک رأی بدهیم، کسی رأی میدهد، انتخاب بین خوب و خوبتر میخواد بکنه. این توضیح اوله که این مسائل غلط و این مسائل عرضم به حضورتون توتیوار رو افراد به کار نبرن. یک عده‌ای هستن جناب سربی ملحدند، اینها مخالف همه چیز دنیا خصوصا همه چیز مملکت خودشون هستن. چرا؟ چون یک پدر و پسری ساقط شدند و اینها هم به هر حال از موقعیت های آنجا، حالا یا موقعیت های اجتماعی یا موقعیت های پولیش برمن شدن و شاید هم خیلی هاشون بودن که دزدی و گرگی و آدم کشی و فرار کردن رفتن به خارج و اینها مخالفن ذاته. بحثی نیست بر اونا هر چی بگوین. مثالش هم من میتونم مثال بزنم، مثل کسانی که در این تلویزیون ایران آریاییست که دارد گویا به درک واصل میشود. بنده نمیدونم شما اطلاع دارید جناب آقای سروی یا نه، این مرد با حالت گریه او یا مثلی که اون تارک شکسته است، چون مثل که رادیو اسرائیل هم جمع شد نیکن چیزای شنیدم، من نمیدونم حالا صحت داره یا نه. این هم داشت، من دیشب نگاه میکردم دیدم ایشون به زاری افتاده است و میگوید ما جمع میکنیم و شوخی هم نداریم، مثل که مردم با ایشون شوخی دارن که ایشون شوخی ندارن. و می گفتن که اگر پول دادید میمانید، اگر هم پول ندادید نمیمانید. آقا نمانید، اصلا بی خود آمدید، به درک من نار که رفتید. آقای وطن خواه، هیچ ایرادی نداره، شما مرشد بچه مردی بودید به نام سکویی، آمدید حوستان گرفت بدون هیچ بک‌گراندی، بدون هیچ مایی، 5-6 سال برحال معلوم نیست، خواهر از این راه در از دست دادی، خودت هم که بنده خدا شما گوش نمی کنید آقای سربی، خودشون اقرار میکنن من مریض شدم، من دارم مریضم. آقا اینو ما مدت ها قبل گفتیم، شما مریضتون اتفاق خیلی هم سخت است و مریضی روانی است. اگر واقعا شما رو به بیمارستانی به دکتری نمیبرن، گمان میکنم از فرد بی کسی است، چون همونطور که گفتی نه پسری بچه ای، نه ارز کنم همسری، نه کسی که دلسوزی بکند و دست شما، اگر نه مدت هاست با این پرت و پلایی که شما و دیگر مرشد بچه ها در اونجا می گفتید آقا مطمئنن شما بیمار بودید که دیگران تشخیص می دادن و حالا خودتون به اقرار افتادید. به هر حال اینطور افراد رو جناب آقای سربی حرجی نیست بهشون، حرفی ندارید، چون جز فحاشی، جز حرف زشت زدن، جز به نوامیس مردم توهین کردن، هیچ هنر دیگری نداشتن و اسمش هم گذاشتن ما سربازیم، توپ و توپخانه میکنی، توکول میکنی، عدیش حرفای پرت و پلایی که خودشون میدانند و اون کسانی که به هر حال بهشون ارادت داشتند و گوش میدادن. همشون تو سنگر هستن آقای افشاری. اصلا آقا یک اصطلاحاتی خودش میگوید پرواز کنید، اون یکی دیگه میگوید جنگ کنید، پوکبل کنید، پوکبل. نه نه نه، من با پروازشون موافقم، اینا سیگارایی میکشن که من و شما اگه بکشیم پرواز میکنیم. هفروت کار نداریم. هر کس هم که آقا از راه میرسه همینقدی که دهن فحاشی داره، یک بلنگو یک زنکی هستش به نام نمیدونم معصومه حسین پورم، اینو هنوز عرق تنش خوش نشده که از ترکیه آمده بینجا، یک بلنگوی دادن و یک حرکاتی میکنه، آقا منم شرط بانود جنگ آورام، نه چرت و پرتایی، ما به اینها کاری نداریم، اینا کار خودشون رو عرض کنم که مسائل خودشون رو گفتن و رفتن، نه هرچی میخوان بگن، رأی ندید، رأی بدید، اصلا حرف اینها منات اعتباری نیست و از اونا میگذاریم. و اما روی حساب من به اشخاصیست که تا حدودی در مفاهیم اولیه و مصادیق به اصطلاح سیاسی، اجتماعی، فلسفی و
به هر حال قولی تحقیقی مسئلهی گفت شنودی داشتن. من نمیفهمم این آقایونی که میگن رأی ندید. آقایان خانم ها، اگر شما معتقد هستید که اساس رأی و رأی دادن در دموکراسی غربی بیهوده و باطل است و به آن دلیل رأی ندهید، انا مثلا دادید و که این قابل قبول. اما اگر به این دلیل است که میگید اون پایه های اولیه وجود، کدام پایه آقا؟ چه پایه ای؟ این دموکراسی که در مذاق شما تا این حد جلوه میکند و مزه میدهد، که این امریکا تکشتر آمده، خودتون دارید میبینید مسخره میکنن خودشون رو. دو نفر رو میارن، یک مچول مانند این مردی که یک عمری معلومی چه میکرده است، مردم بهتر از من میدونن، و یک خانمی که قش میکرد و زعف میکرد و اینو. این دو نفر رو میارن میگن حالا بیر این شد انتخابات با فوندامنت های لازمه، که مثلا در جای دیگری اگر میشود که خودشان هم میگوین آنها که آقا ما مشاوره میخوایم از شما به شکل رأی، ما در اسلام و در حکومت اسلامی رأی و رأی گیری نداریم، آقا مشاوره میخوان، آقا مشورتی میخوان، تشریف بیان شما نظری بدید، و به این دقت هم برگزار میشه. حالا اونو میگین بی پایه فوندامنت های اولیش نیست، بنابراین رأی چه بدهیم، چه رأی بدهیم؟ آقا دادید خیلی خوب کار کردید، ندادید هم به درک من نار که ندادید، ایرادی نداره. یک ایرانی خالص و مخلص به چه دلیلی بگه آقا اگر حتی ما لج باشیم با اون حکومت ها، به انجام وظیفه اجتماعی ما چه ارتباطی داره؟ من نمیفهمم این آقایینی که تو این به اصطلاح مرشدیست یا آقای میبودی مرشد بچه های رو جمع میکنه و نمیدونم یک آقای نمیدونم چی و چی اینا رو میارن رو صحبت میکنن که آقا ما رأی چی بدهیم، اینها نمیدونم انتخابشون اینجور انتخابشون اونجور، کدام انتخابات؟ آقای سربی بودست، خواهش میکنم اینو به من حضرت عالی پاسخ بفرمایید، که طرف شکست خورده و طرفدارانش اعتراض نکنن که این اعتراض به معنای این است که تقلب شده و کشک و پشک بوده. در فرانسه شما میبینید مکرون میبره، اون خانم دیگه ادعا میکنن طرفدارانش پاریس رو برمیریزن، در امریکاش میشه اینجور میشه، زمان بوشش میشه اونجور میشه. آقای افشارها در امریکا این آقا برنده شده هنوز داره اعتراض میکنه. الله اکبر، من نمیفهمم آقای میگه که سربی عزیز خدا شاهده گم من شرمنده از مسلمانی شدم آنجا به گوشه ای پنهان، من ننگ میکنم از اینی که اظهار خجالت میکنم از اینکه در جمعی هستن که این آقایونشون که دکتر رو نمیدونم محقق و مفسر هستن اینطوری تفسیرات مسخره میگذارن و حرفاشون. آقا رأی و رأی بازی به کل یک جریان مافیایی است. از 400 سال 600 سال قبل از میلاد اونهایی که اصولا لفظ مسخره دموکراسی رو به کار گذاشتن خودشون گفتن پیچکی دارد که به سرعت به جان دموکراسی میفته به نام موکراسی، یعنی میشون مشتی مافیا، مشتی لات و الوات سیاسی. دلیلش هم همین که میبینید 40 سال یارو وکیل و نماینده مجلس میشه، اینا یاد میگیرن چجور واقعا این سیز رای بدوزدن، همون فرمایی که خودشون در میارن، حقوق های مفتر بگیرن، لمی بدهن، زری بزنن، اسمش رو بگذارن. حالا من آقای سربی یا افرادی که به هر حال صحابه دینی هستن، یعنی معتقدن که آقا من معتقد به پارلمانتاریسم نیستم، اعتقاد ندارن که بشر بتواند برای بشر قانون وضع کند، مشتی بادگسار و مشتی الوات و مشتی الدنگ به نام نمیدونم نماینده مجلس برم اونجا بشینم بگن آقا نمیدونم گی بودن حلاله، بنده سر تعظیم فرود میارم، اعلانم میکنم، ادعا هم میکنم که من مخلص حکومت واتیکانم،
مخلص حکومت یهودیت هم که به هر حال اونها هم خاخاماشون دارن حکومت میکنن، مخلص حکومت های دیگر دینی هستن، پیرو به شیخ قدرالله نوری هستن که میگفت ما مشروطه نمیخواهیم، ما دین نبی خواهیم. یک چون این شخصی وضعش مشخص، یک چون این شخصی مثل آقای سربی هم که میگه آقا من رأی نمیدم به این ملاحظه که اینجور اونجور دلایلی که همیشه میاره خیلی هم درست اونم درست، اما اگر آمدید گفتید ما اینجا رو قبول داریم برای رأی دادن اونجا رو نداریم، این غلط زیادیست. این حرفیست که مهم نیست کی داره میزنه، هر کس داره میزنه وقت بذاره، اگر همایون، اگر نمیدونم میبودیه، اگر صدر، اگر نمیدونم مشیریه، آقا بگذارید تا صحبت بشه، خجالت بکشیم. خودشون جناب سربی میگن ما دعوت کردیم که بیان یک تومار امضا کنن، 1000 نفر امضا کردن. نوشب میگم آقا چه بکنن که دیگه شما استغفار کنید و بگید آقا ما غلط کردیم، درست است، هر چه کار میکنیم به نتیجه نمیرسد، خجالت بکشید بید به کار کنون. آقای افشارها نمیدونم امروز از اول برنامه نگاه کردید 4 نفر پیام گذاشتن که حالا معلوم نیست خود اینم کلک باشه، برای این آقای شمیرانی یکیش گفته من کار داشتم نرفتم، بله بله بودم شنیدم. آخه اینها واقعا سعید شمیرانی که ولش کنی نه، شما یه نکته رو گفتید راجع به این که اینا من فکر کنم فامیل و دوستی هم ندارن که بهشون بگن، بله بله اقلا همونا برن براشون، اینها رو که ولش کنین بابا، این سعید شمیرانی که اینا معلومه اینا ما بحثی نداریم، ببین سر اون مهماشون به اصطلاح خودشون، حالا الان من دارم صحبت میکنم اسمشون یادم شد، آقای نمیدونم کی، آقای کی، آقای کی، اینا میشینن تفسیر میکنن. ما مهمترینش آقای رجوی هست که خبری ازش نیست، مهمترینش آقای رضا پهلویه که خودش حالا اینو دیگه... خواهم گفت اصلا من تا کنون آقای سربی جان به ساقه میزدیم، بله بله، یعنی با قول منطقیون میگوین قطع القسل میکردیم، شاخه قطع میکردیم، حالا باید بریشه بزنیم. آقا از نقطه نظر مذهبیون که وقتی پیشوا و امام دینی مقلد برای مقلدینش گفت آقا این مسئله حرام است، این فعل نابکار است، حجت تموم شده. آقای آیت الله خمینی در اون زمان گفت آقا این فاسقه های فاجره معذور و دمن فرگده بادی، برای مسلمینی که پیرو دین هستن حجت تمام شد، یعنی شد آلت معتل این پسر. برای حقوقدانان، ما کسی از آقای دکتر نصر احمدی والاتر در تشخیص قوانین اساسی جهان نداریم، نه بنده با ایشون یک عقد اخوتی دارم نه با دیگری لجاجت داریم، این مرد آقا زحمت کشیده این راه است. همین آقا رضا پسر آقای منرضای پهلوی ایشون تقاضا میکرد از ایشون که باید همکاری کنه. شاه فرستان، شاه دوستان، گوشتون رو باز کنین، آقای دکتر نصر احمدی ره مکررن بنده از ایشان فتوای حقوقی گرفتم، گفتم آقا این خانواده ملعون اینها قانونن هم واقعن به اصطلاح مزمهلن، ایشون گفته به 1001 دلیل قانون اساسی. حالا این آلت معطله من نمیفهمم که نمیتواند برای عرض کنم تشکیلات زندگی شخصی خودش، شما میگی دخترم عروس شد الحمدلله، پسر من داماد شد الحمدلله، آقا شما خانواده داری برادر من، برو به کار خودت بچهت، برو زندگی تا سر و سامون بده، این حرفا چیه که برمیداری توی این اندیشه معلوم الحال و تو اون یکی دیگه هی جوانان عزیز ایرانی محترمین ایرانی اینجا، آقا برید پی کارتون. آقای سربی من از حضرت عالی و دیگرانی که سری دارند و سامانی دارند دعوت میکنم، خواهش میکنم مسافرت بکنید، در قرآن هم داریم فسیر و فلعرز سیر کنید، در اونجا برید آقا وطنتون رو ببینید. دوستان عزیز شنونده و بیننده، بنده شخصی نیستم که کاباره برو باشم، کسی نیستم که برم فقط سور بچرونم، چون الحمدلله
شاید در یک ماه که 30 روزه 15 روزه اون رو من برای اقتصاد جسمی خودم صائمم، روزه میگیرم. از صبح ساعت 4:30 4 صبح که به حمدالله تو این 17 روزی که در مسجد تهران بودیم نماز جماعه را تمام میکردیم، میرفتیم بین مردم. اونجا هم که مثل خراب شده غرب که نیستش که از ساعت 9 شبیش که نباشه تا ساعت 5 صبح. آقای سربی نصف شب، چون هوا خیلی گرم شده بود، اینقدر بستنی خوب، اینقدر مردم در تحرک، اینقدر با همدیگر صحبت همین مباحث انتخاب خوب یا خوبتر این مسائل بود. و خدا رو گواه میگیرم من بیش از 100 نفر رو سوال کردم درباره اون حاج منرضا متوفا، مرده از خدا بیامرزش و اهل بیت خبیثش، سوال میکردم اصلا 40-50 بگم گفتن آقا چی میگی، چطور به اندازه یک هر سودن اینا جایگاه ندارن. آقا اونجا این ماهواره های هم در 15-20 سال پیش ممکن بود اونجا بردی داشته باشن، حالا میگن 30-40 کانال ایرانیه مملو از فیلم ها، نطق ها، صحبت ها، بازی ها، مسخره بازی ها و از و خطابه ها. اصلا گوششون به دهکار اینا نیست. همایون خوشش میاد جس بگیره برای خودش بگیره، حالا یه جوجه های سر از بیزه در آوردن گفتن سید شمرون من بیا بریم. آقا خجالت بکشین. چرا آقای سربی من اینقدر واقعا متاسف میشم؟ چون چه بخواهیم چه نخواهیم جد همین جماعتی هستیم که در چرچرستانیم. اگر وطن پرستیم مانند اون به اصطلاح کره جنوبی ها بعد از جنگ، مانند ژاپنی های بعد از جنگ، مانند چاینیز ها، مردم عزیز و با شرف و با غیرت ایرانی که میلیاردها دلار اینجا پول دارید، نرید تا 5 میلیون دلار پیدا کردید اونجا خونه بخرید 3 برابر قیمت به اجاره بدیم، باز پول از گرده اون خانواده مظلوم و نجیب ایرانی بگیرید بیارید اینجا خرج زهرمانیتون بکنید. برید این میلیاردها رو سرمایه گذاری بکنید اونجا، خانواده ایرانی 100 تاشونه براشون کار درست کنیم. آب بابا این چی؟ هم یاد داریم سرود بخوانیم بگیم ایران وطن ما، ایران ایران کدوم ایران؟ آقا همه رفتنی هستند. خامنه ای خواهد رفت، خمینی رفت، دیگران میروند، ایران چه میشود؟ من واقعا آقای سربی عرض کردم باید این افراد بیغرض که آدم نکشتن، دزدی نکردن، این تیپی آدم های صالح و صالح راحتی بودن آمدن دعوت میکنن آقا برید ببینید چه شد از این ایران. تا میگن یک مشکی بی انصاف مشابه همین تلویزیون ها گم، بله هر مدت یک دفعه میرن نمیدونم بخور بخور میکنن، نه فلان میکنن فلان میکنن، بعد هم میگن آقا برید خیابونا رو ببینید. آری برید ببینید فضای سبزی که شما در مشهد و در تهران میبینید خوابشه ببینه امریکا. من نمیفهمم چرا ما مردم با خودمون و با وطنمون اینطور رفتار میکنیم. هر عرض کنم که موجیرم اینجا ما باز میکنیم میبینیم یکوش مزخرفات همه هم بر علیه ایران و ایرانی. آقای مشیری رو من میبینم، آقای سربی تا جایی که من شنیدم یکی میگه ایشون گروبان، یکی میگه ایشون ارتشی بوده، یکی میگه ایشون مهندس بودن، الله اعلم هر چه هستن. خب یک شخصی به هر حال مدتی قلم میزند صحبت میکنه در این عرض کنم مدیای چهچهستان عرض کنم که امریکا. آقای دکتر عبدالکریم سروش بنده از دیدگاه فلسفی که ارتباطات شخصی خود من رو تحقیقات خودمون هست ممکن من زاویه هم داشته باشم تفکراتیشون، اما اقرار میکنن که ما در مقابل ایشون خاک نیستیم، خاک شیریم. در سال 61-63 ایرانی که بنده معاون یونسکو ایران بودم، مرحوم علامه جعفری، دکتر حداد عادل، دکتر عبدالکریم سروش، دکتر محمد علی نجفی، مشتی افاضل، اینا عضو کمیسیون ملی یونسکو بودن. آقای سربی، آقای علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه، ایشون علامه ای بود
فیلسوفی بود که برتراند راسل افتخار میکرد که با ایشون در مکاتبه است. علامه جعفری پسر این عبدالکریم سروش در اون موقع 37 سال قبل قسم میخورد، بوسه علمی میزد بر این مرد. حالا میبینم یک برنامه میونه این آقا اومده، آقای چیه مشیری که ما نمیدونیم، والله ایشون ماشالله ماشالله دست از زکریا رو به چوب بستن، دو تا چهار تا کتاب نمیدونم تاریخ ابن اسحاق و تاریخ ابن بطوطه و تاریخ طبری رو میگیره ایشون، ماشالله ماشالله به رسول خدا میتازد، به سید الشهدا میتازد، به خدا و رسول میتازد، به فیلسوف قرمان میتازد. آقا شما چه علتی داره اینقدر پرت و پلاگویی میکنی؟ مشخص کنید آقا ساحت فیلد به اصطلاح اطلاعاتی خودتون رو. خجالت و شرم یک ارزشه. پای من اگر رفت رو پای کسی باید عذرخواهی کنم، این ارزشه. من نمیفهمم، بعد میبینم صحبت میکنه میگه من البته احترام قائل هستم برای آقای سروش، اول آدم باید برای همه احترام قائل باشه، اگر احترام قائل نشه خودش بیادبه. منتی نیست که هستی شما آقای نمیدونم مشیری یا که هستی افشارا، تو بخوای احترام قائل باشی، وظیفت احترام قائل بشی. این منت را میگذارد و سپس شروع میکنه به محاجه غیابی. آقا شما ناخن چینده اینا نمیشید، مرزها را تا این حد خراب نکنید که آبروی خارج و خارجی رو بخواین از بین ببرید. والله آقای سوری اگر ما عوامل ملا محسن یعنی اواسط جامع المقدمات عربی رو بزنید، بابا لا یرفل ارم از مره هیچه نمیفهمه، در همه مسائل و مصادیق هم دخالت میکنن. دیگر صبر فزاینده شده، دیگه نمیتونیم تحمل کنیم. آقا یک کمی در محدوده خودتون قدم بزنید. میبینم این مرد میاد با اون تنطراق نشعه انگیز و نشعه با میگوید چون نمیدونم برگشتم مملکت آسوده دیدم پلنگان نمیدونم رها و کرده خوی پلنگی. سعدی گفته چه کسی حرف میزنه آقای مشیری؟ کجا مرحوم سعدی این حرف زده؟ شما کتاب سعدی رو اگر ببینید، در عرض کنم که نسخه پتروشفسکی مسکو به نظرم جزء قصیده 43 فارسی شه، در اون کلیات مرحوم عرضم به حضورتون که آقای فروغیمون به نظرم قصیده نمیدونم 45 52 بهرام جزء قصاید فارسیه. شعر این است: در ستایش ابوبکر ابن سعد. آقای مشیری گوش تو باز کن، آجو از نشاعات و سکرات خارج بشید، گوشتون رو باز کنید. وجودم به تنگ آمد از جور تنگی. البته در اینجا یک استار گذاشته گفته این مصرع رو در انداخ شیرازم از جور تنگی. این از اون نسخه پتروشفسکیه. شدم در سفر روزگاری درنگ، جهان زیر پی چون سکندر بریدم، چو یعجوج بگذشتم از سد سنگی، برون جستم از تنگ ترکان، چو دیدم جهان در هم افتاده چون موی زنگی، چو باز آمدم کشور آسوده دیدم. آقای مشیری مصرع دومش این است: ز گرگان به در رفت آن تیز چنگی. چرا آجون تهمت میزنی به سعدی؟ کتاب فردوسی همشهری عزیز ما رو شما میتونین هرچه بچسبونین، چون میگوین 15,000-20,000 نسخه بوده، اگر بیت بوده، اگر 50,000 تا شده تو قهوه خونه ها، چون به قول مرحوم سعید نفیسی میگفت ادبیات فردوسی ادبیات قهوه خانه ایست. به سعدی فیلسوف چه کار دارید آقا؟ چرا تهمت میبندید بیشون؟ نمیدونی نگو، ببندیم دهان رو برادر من، در محدوده خودت قدم بزن. چو باز آمدن کشور آسوده دیدم، ز گرگان به در رفته آن تیز چنگی، خط ماه رویان چو مشک تتاری، سر زلف خوبان چو در فرنگی، به نام ایزد آباد و پرناز و نعمت، پلنگان رها کرده خوی پلنگی. ای آقا آمده مصرع
سه دیت بعد گرفته چرخونده بود. تمام حرفاشون آقای سربی همینطوره. من نمیدونم نشاط سنیه هر نشاط چیز دیگریست. آقا برادر بزرگوار شما را چه به این که بخواهید با نمیدونم آقای خزعلی درباره دین و خدا و پیغمبر با یک فردی که توی وایس آف امریکا نشستن اینا به دین و مذهب کار دارن، شما چه اطلاعاتی دارید در مساجد و مفاهیم دینی؟ میگم من 14 ساله بودم با اهل بیت و علی و پیغمبر زدم و خب زدی مفت خودت. آخه در چه مستدعی شما نشستی که تو همه مسائل، حالا من نمیفهمم والله این چه حکایتیست، همش میگم چهچهستان، توبه کردم بگم ارارستان، این امریکا چه حکایتی دار؟ آقا فحول علم دانشمندانی در گوشه و کنار این امریکا سر در ناک خود دارن، هی میاید اینجاها برای خودتون شعرار غلط قلوت سر هم میکنین، در هر بحثی وارد میشین. بزرگش ندانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد. شما را چی که بخواید آقای سروش نمیدونم فلان بکنی، آقا رضا کوچولو شما را چه مربوطی که بخواید با فحل علمی آقای نمیدونم دکتر نصر احمدی به هم بزنی و بگی الست و بلست و هزار معرکه براش درست بکنی. آقای سربی خیلی جای تأسف دل در، واقعا میگم انسان سفر که میره اونجاها رو میبینه. اون شعر خوندم که من شرمنده از مسلمانی شدم آنجا به گوشه ای پنهان، واقعا همون مستا انسان خجالت میکشه از ایرانی بودن خودش که در اینجا هستیم، در بین این افراد به اصطلاح جمع میشیم. اگر ایرانی هستیم، اگر ایران دوست هستیم، اگر به مملکتمون و به مردممون و به محرومانمون احترام میگذاریم، خدا پدر اون آقای اتی که کی بودش شما گفتین $100 داده برای زلزله زده، آقای خدا پدر این سربی رو بیامرزه $50 داد. آقای اتی که مهندسی در مونده هم 150 تا گذاشتیم دادیم به افرادی، گفتیم آقا برین خیرات کنین، یک فاتحه هم برای این افراد بخونید، یک دعایی هم بکنید، قهوه و یک دعا دعا میکنن. شمایی که میلیاردر هستید برید آقا کارخانه دایر کنید، عیا کنید، رای ندهید، رای دادیم به درک من انار، ندادیم به درک سیاه، چه ایرادی داره؟ نشستن فلسفه سر هم میکنن که ما رای چه بدهیم، فندامنتی ندارد آزادی، صد برابر آزادی اینجا در مطبوعات اونجا. 40 سال این آقا رأس شما آقا رضا کوچولوس پسر مرحوم حاج منزه پهلوی تا 20 سالگیش که تو ایران بودن، تازه همون هم نصفش خارج بوده برای عیش و عشرت، از 20 سالگی هم آمده به اینجا به خودش چسبونده، حالا که هیچ شعار میده و اطلاعیه میده هیچ خبری هم از ایران نداره. به والله آقای سربی اینهایی که الان میکروفون میگن اگه بنزلی یک ذره آگاهی داشته باشن از اونجا، فقط رو شنیده هاشون همینطور دوستان به ما خبر میدن، ما اطلاع داریم، کدام اطلاع رو داری؟ آقای نمیدونم تلی ساولاستون چیه تلویزیون ایران آریایی چه میدانی تو؟ چه اطلاعی داری؟ تو ایران میرید شما یا یکی چایی دعوتت میکنه یا یکی شربت میاره، میری یک چیزی رو لمس کنی نگاه بکنی ببینی چند میتونی بخری، اینه کوکا آوردن برات، یک نفری رو نگاه میکنم میبینم رفتم اونجا تو کتاب فروشی دو کلمه ما صحبت کردیم، میگه آقا من بزرگترین اسم نقاشم، یک آبستره ای کشیده، نمیدونم ملاحظه میکنین آقا یا نه؟ بله تقدیم کرده گفته شما میرین به اون طرف این رو به عنوان یک یادی از ایرانی های عزیز اونجا بدید، به والله انسان گریه میفته در مقابل اینها، چه خلیسانی هستن تا میتونن بر علیه ایران ایرانی اینها حرف میزنن شعار میدن، و نمیفهمن والله چه حکایتی است در اینجا، واقعا تعجب میکنن. آقای افشار چون شما گفتید اگه سوالی هست من بپرسم، از شما اینو میپرسم چون قبلا به من گفته بودید که شما حوصله فیسبوک ندارید فقط ایمیل و آره الانم میگم اعتمادم نکنید آقا، همینی که الان نشان دادن سر لخته اینا همه مونتاژه. بله آقای سربی شما استاد کاری، من یک روز یکی از دوستان عزیزم به هلند گفتم اگر نشان بدهن که من اینجا سربی نیویورک
آقای نصر احمدی در نمیدونم لاس آنجلس، آقای نمیدونم مصطفی زاد در هلند، چهارتاییمون نشستیم سر آقای نمیدونم کلینتونه داریم میبریم، در عکس میتونن نشان بدن. بله شما خوب میدونی اینا مونتاژ آقا. بله یک ایرانی ما نداریم که مثل این دختر سرشیتو لخ کرده باشه. حالا سوال من این بود که پس این چیزایی رو که دوستان اینجا مینویسن من نخونم برای شما یا بخونم روی فیسبوک؟ الان برنامه زنده است روی فیسبوک. اگر سوال است بخونید، اگر فحاشی است نخونید. نه فحاشی نیست، مثلا شما راجع به ایرانی ها که میگید خوب و بهتر اینها، این دوستمون که اتفاقا تو کار فرهنگی هم هست و تو کالیفرنیا هست و اینها نوشتن که آقا من آقای سعیدی، آقای سعید بله نوشته که نه آقای سعیدی نه 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 این یه دوست دیگه است اسمش سعیده، نوشته که من به عنوان مترجم رفتم در دادگاه آمریکا و یه ایرانی به اصطلاح به یک بچه، یه بچه ای رو کشته بوده، یه ایرانی زن بچه خودش رو زده بوده و اینا. چه جوری شما میگی همه ایرانی ها ذاتشون خوبه؟ کجا یعنی چه همه ایرانی ها؟ چون شما تو صحبتاتون گفتید ما استاد قربان ریاضی هستیم، هیچ چیزی در دنیا 100% نیست. گفت اشاز و النادر، النادر و کل معدوم. وقتی که ما میگوییم یک اکثریت رو در نظر میگیریم. عدنه پر از زندانهای کانادا است متخلفین ایرانی. بله بله. بعدم جناب آقای سربی من نمیدانم این دنیای غرب این عبور از این اقیانوس ها چه حالتی میده، دیجنره میکنه اصلا افراد رو. من اگر هم به ایرانی میگم باز هم افتخار میکنم بوسه بر دست پینه بسته مرد 80 ساله میزنم که داره اونجا قالب خش میزنه. عمدتا من ندارم اون، حالا اینجا هم هستن افراد بسیار بسیار با کرامت محترم عالی، حالا ایشون هم آمده یک آدم کش پیدا کرده. بابا اینجا که 18 تا آدم رو مکشا رو میداره تو فریزرش میخورتشون میخورتشون. خب این جواب ایشون دیگه بفرمایید. بله اون جفری دایمر بود کی بود؟ ای آنا واسه که تیکه میکرد من اینجا دارم فوراً از آدم خوراشون از این لاتوبوتای غربی. نه دیگه چی بود قربان؟ یه دوست دیگه ای که اسم خودش رو به قول خودش میگه اسمم قلابیه عکسم قلابیه، بعدم تازه به من گفته چرا شما که منو نمیشناسید به من میگی عوضی؟ میگم خب خودت میگی اسمم عوضیه، عوض اسمم یه چی. بعد نوشته که این آقا رو از کدام سیاره پیدا کردید. حالا جالب اینه که من منظور شماست، من تو برنامه خودم گفتم که آقای دکتر افشارها از من محسنتر هستن، ولی با شهامت با جرأت میاد. کسی که توی آمریکا، کسی که توی کانادا شغل داره، آکادمی داره، درس میداده، اون باید بترسه، نگران باشه، قایم بشه، ولی میاد چون باورمنده وای میسه اینجا. و شما دوست عزیز چی بترسم؟ بله نه میگم که تازه اگه قرار باشه ترس و وحشتی باشه من باید بترسم، آقای افشارها باید بترسه، ولی ما آمدیم توی این قسمت باکس شیشه‌ای نشستیم. ولی شما دوست عزیز که احتمالاً جوانم هستی میخوای حکومتم داغون کنی، ترسو، اسمت قلابی، عکست قلابی. حالا میگه شما دیدی من رو عکسم چیه؟ میگه آقا عکس شیر خورشی. اگر مردن، اگر درست کردارن، این آقایونی که نمیدونم دکتر هستند و شعار میدهند و تفسیر سیاسی میکنند و اینها بیان در میدان که نمی آیند، به قول دکتر نصر احمدی نمی آن اینا بیان آقا صحبت کنیم، بگیم شما به چه دموکراسی رو به ما نشان می دهید که اینها فوندامنتش را دارن؟ کدام فوندامنت؟ مرتبه اسپیکر بود، وزیر خارجه بود، یه دونه حرف بروز داد، چهار روزه چپش کردن گفتن تو کوه یخ زد تو انگلستان، مهد آزادی دنیا. آقا یه کمی به خودمون بیاین، دنیای مافیایی غرب، دنیای زد و بندی غرب، این آمده حالا میخواد خودشو برای ما الگو کنه. دنیای امریکا و انگلستان و اروپا جمع بشن خاک پای بچه های تایلند نمیشن از بد با معرفت هم. نمیدونم شما تشریف بردین یا نبردید آقای سوربی، هنوز تایلند نرفتم. به اندازه ای خندلو، به اندازه ای نازنین، به اندازه ای با معرفت که شما اگه دو دفعه قضا میخوری دفعه سوم کیفت همراه نباشه تا میای دست کنی میگه برو بابا بعدن بیا، به این بیشرف خانه 32 سال شما زندگی میکنی، 2 دلار اگر از یک کامیونیستش
$50 خرید که $2 بمانه، میگه برو $2 ده بیار. یک کم آقا ما به خودمون بیاییم بفهمیم این مسئله رو که غرب آشفته درگیر مادیات هیچ معنویتی نداره. اگر هم نشان میدن ادا در میارن، اگر قبول ندارید بشین مناظره کنید، صحبت کنید تا نشان بدن بهتون آیا واقعا امریکا لیاقت داشت لایقش این مردک الدنگ گرفتاری که خودش اصلا مچول مونده. وقتی عکساش رو میبینید اصلا احساس میکنید که داره از خودش سوال میکنه وای چه غلطی بوده ما کردیم. اختیارش است که اینجا نمیدونم کنگره و مردم محترم امریکای هم همون نمیدونم جریان چی میگن اسمشه، نه این به خیالش هرچی میگفته باید میگفتن چشم. این به خیالش رسیده موقعی که باباش معمار بوده، اینم زور میگفته به یه عده کارگر یه عده مهندس بله پولشونو میخورده. خیلی خوب، بعد حالا آقایون میان میشینن اینجا آقای دکتر چیک، آقای مفسر چیک، آقای چیک نمیدونم، ای سمبول دموکراسی اینجا رو مطرح میکنن. خجالت داره آقا، همه مسائل بایستی بر مبنای عقل منطق مباحثه متین انجام بگیره، نه اینکه ما بیایم مثل اتکا توتی بگیم دموکراسی جهان. مثلا اوباما را بو مملکتش برداشت کن نمیدونم آزادی بدین جیبازی بودیم، همون مملکت پدری خودش گفتن و آشد آبی صدا باش، اینجا ما مملکت خودمونه داریم، حکومت خودمونه داریم. و این توتی صفتان نشدن فقط و فقط میگن این دموکراسی. کدوم دموکراسیه؟ اگر دموکراسی بود که اینقدر مدعی نمیشدن بعد از انتخاباتشون. به هر حال بنده نظرم در این بود که یک شخص با صداقت، یک شخص وطن پرست خالی از حب و بغض باید بگه آقا خیلی خوب، یا من اصلا رأی نمیدم به کل در عمرم، و یا اگر هم اهل رأی هستم به اینجا هم میدم. حالا در امریکا باید انتخاب بین بد و بدتر بکنم، در واتیکان و ایران و بسالهازا انتخاب بین خوب و خوبتر میکنم. همین گمان هم نکنیم که این آقا رضا و دار و دستش و چهار نفر عرض کنن که جبیلن قلبیلک اینا میخوان مملکت درست کنن. آن رو شما میگین سید شمرونی اومده گفته فلان بکنیم، توفو برتای روزگاران توفو. چه ننگیست برای ما خارجی ها که این آقایون میشوند نسخه به پیش. شما الان خودتون اشاره فرمودید جناب آقای سروی، فرمودید با حضور این آقایون دیگه لازم نیستش که حکومت ها نگرانی داشته باشن، که ندارن هم نگرانی. در مجموع بنده از دوستان خواهش میکنم، پیشنهاد میدم که هیچ جای دنیا قربان و گرانت های لازم برای اون دموکراسی ایدئالی که واضعینش در 2000 سال قبل خواستن بودن وجود ندارد. ولی به هر حال اگر احساس وظیفه میکنیم باید رأی رو بدیم، اگر هم نمیخوایم بدیم خب همین حرفه ایره که میزنید بزنید. کو گوش شنواد که اصلا گوش میده بابا، کی گوش میده به این حرفا؟ در مجموع بنده نظرم در آن هستش که برای تقویت عادت عرض کنم که بینگ دموکرات، برای که دموکرات باشه انسان و دموکراسی رو برای آن دسته ای که دموکراسی پرستند وظیفه از رأی دادن، چون عادت به رأی دادن مهمترین وظیفه یک شخص است که به دموکراسی اعتقاد دارد. بنده اگر میگم میرم رأی میدم نمیگم برای دموکراسی، لعنت بر این دموکراسی و بر این حرفایی که اینها برای فرد میزنن. بنده یک وظیفه شرعی انجام میدم، میگن آقا میگن رأی بدین، میگم چش. خدا بیامرزه مرحوم آقای عرض کنم مهندس بازرگان رضوان الله تعالی علیه که مردی بود شجاع ترین مرد دنیا، استعفا که خواست بده گفت نخست وزیری که به خاطرهای صحبت با دیگر وزرا از کس دیگه اجازه بگیره برای لای جرس خوبه، نه آقا نه امام شاهند نه بنده حویدا. مردی به این حریت به این بزرگواری زمانی که آقا امام خمینی یک دستوری به ایشون میداد میگو آقا اگر این امر دینی سمعن و طاعتن بذارم رو چشمم،
اگر امر دنیایی و اجتماعی اظهار نظر کنه مقام فرماندار نخیر، این امر سیاسی اجتماعی بحث هم بکنید، مخالفت هم میکرد آقای بازرگان. برای یک نفر مقلد زمانی که مقلدش میگوید آقا این کارو بکن، بگه چشم، والا میخوای مسخره کنید بکنید، میخوای بگید خرافیه بگید، هر چی میخوای بگید بگید، ما توهینی نمی کنیم. و سلام علیکم، همین مثلمون اینه. من اعتقادم بر این هست که آقایان دموکراسی پسند برای حفظ روحی دموکراسیشون حتما رای بدهند. خب مقلدین و معتقدین و متدینین هم که لازم نیست بنده اصلا به ساعت مقدسشان حرف بزنم، خودشون وظیفه‌شون رو میدونن. الان مقلدی کسی هستند و اون مقلد هم گفته آقا رای بدهید، میگوین چشمون شد و رفت. بنابراین این آقایان را آقای سربی زمنا شما فرمودین جوانها بیان خیر قربان، یک عمری باید تا پخته شود خامی، شما قربان خام پخته شده هستی، مبادا سنگر را بخواهید بسپارید به دست جوانها، جوانها را به کار بگیرید. باز هم بنده توصیه میکنم، اعلام میکنم به دوستان، همین تلویزیون های عرض کنم که به خیال بعضی ها کم برد اینترنتی، ذره اش به کل آن بی عرض کنم که سنتان، بی معرفتان، عرض درایان، ناکسانی مانند اندیشه و نمیدونم تلویزیون آریایی و اینانی که منبر می روند و به چه دلیل حالا این بوخای شیپوری هم دستشون هست، ارزش دارند. اگر ما هم افتخار میکنیم به صحبت در اینجا و در خدمت این دوستان، به همین دلیل است که نه افراط دارد این مرد مخلص، نه تفریط دارد، عقایدی داره برای خودش، زندگی داره برای خودش، به قول خودشون یک وسائلی هم مهیا کردن، هر که صدای بعضی ها هم در گلو خفه نشود به توانگهگاه بیرون بگذارند. از اینی هم که آقای سربی خانم جیلانی هم مریض بود، هم نمیدونم چطور افرادی که میخواستن، من این سفر کوتاهی هم در پیش دارم، اون کاراکاس اوضاع ناجوری داره، اگر در فاتحه هم میرفتیم اونجا یک سفر کوتاهی داریم این روز جمعه اینا، میترسن که خدای نخواسته این مریضی کار بدهد به دست، که امیدواریم خیر به برکت این عزم عرض کنن که دینی حتما انشالله سلامت خواهیم بود. و به این دلیل بود که من خواهش کردم از حضور حضرت عالی جمعه را به چهارشنبه بگذارید که ما هم در خدمت دوستان باشیم، عرایضی داشته باشیم، هم که جمعه نیستیم. خیلی ممنونم که بعد از چند هفته آمدید و صحبت کردید. ضمن در رابطه با سفر و اینها، الان میگن که هواپیماها به دلیل اینکه صندلی‌ها رو نزدیک بردن با سیستم‌های کامپیوتری، نمیذارن اینا وایسن تو فرودگاه که هوای خوب بره داخلش، هوای اونجا تمیز نیست. یه قرصایی، حالا نمیدونم اگه شما قبول داشته باشید یا نه، یه قرصایی که موقع پرواز و اینا اگه از اینا بگیرید، میگن یه مقدار اکسیژن بدن رو زیاد میکنه، و بعضی ها که دیگه الان از اکسیژن استفاده میکنن، اصلا او کپسول اکسیژن همراه خودشون میبرن. آره، 100 هزار مرتبه شد راهای سربی، خیلی عرض کنم که حالت جسمی خودم خوشحالم، همه چیز اوکی است، فقط این کولر عرض کنم که نانجیب آره یکم سرما دار. بله، من همینجا گاهی وقت این پنکه باد که میزنه شروع میکنم به عطسه، و البته خب بهارم هست، فصل آلرژی و این به قول معروف تولد دوباره درخت ها باعث میشه که یه مقداری اون گرده حالا 4-5 دقیقه هم 2-3 دقیقه هم اگر وقت باشه، ما یک کمی برای طیبت و مزا این به اصطلاح مطلبی هست بخوانیم. وقت داریم بفرمایید. امروز بعد از برنامه من نیکوکت آقایان باید در علم نشان شناسی استاد باشد تا نیتهای واقعی زنان از ادای بعضی جملات و بیان بعضی حرفا را درک نمایند. در غیر این صورت در زندگی زناشویی مانند افراد عقب مانده برخورد خواهند کرد. در زیر ما به رمزگشایی از تعداد محدودی از بیانات خانم ها پرداخته ایم، باقی را آقایان خود دریابند. با خواندن این فرهنگنامه شاید برخی آقایان احساس کنند به دنیای جدیدی وارد شده. رمزگشایی از فرهنگنامه سخنان زنانه. زن میگوید من دوستت دارم، معنیش اینه که تو باید منو دوست داشته باشی. وقتی خانم میگه چرا با من حرف نمیزنی، یعنی بگذار من حرف بزنم.
وقتی که میگه میخوام خودکشی کنم، یعنی همه کاراتو بذار فقط با من باش. وقتی میگه نمیخوام قیافتو ببینم، یعنی باید خیلی نازمانو بکشی. وقتی میگه که لوس نشو، یعنی کاری که من میگم انجام بده. وقتی که میگه من بخوام به شارج برام بخر، یعنی هزینه حرافیامو تو بده. یه وقتی که میگوید چقدر تو خنکی، یعنی هر کاری بهت میگم انجام بده. وقتی که میگه با این بچه هات، یعنی تو مسئول تربیت بچه هات بودی. وقتی میگه بچه ها مثل گلن، یعنی من مسئول تربیت بچه ها بودم. وقتی هم که میگوید یه چاقو میزنم خودمو میکشم، یعنی اگر یه چاقو ندنی خودتو نکشی، من این کارو میکنم. این هم جنبه طیبت آخر عرایزم بود. اگر فرمایش شما دارید بفرمایید در این مقولات که ما صحبت دیگری داشته باشیم با هم. من عرضی ندارم، خیلی ممنون که ماما حالا شما بفرمایید که برحال نه سوال بی جاییست، کاری ندارم برای این که چیز باشه، ولی در مجموع بنده نظر آخرم هم بدم که هم مشاوره کرده بودم و هم استخاره کردم با آقای روحانی بیشتر جواب داد. بله. تا آقای رئیسی. بله. اگرچه من آقای رئیسی رو بیشتر میپسندم، چون یک مشهدی است. بله. دو سید افراطی و سختگیری است. من پریروز با آقای زعیم مصاحبه کردم، ایشون هم گفت با آقای روحانی رو رأی بدید. من کردم. بله. بله. هم استخاره کردم و هم استشاره. به هر حال آقای روحانی بیشتر پیش آمد کرد تا ببینیم چه از صندوق واقع گرایانه نظر صاحب و شریف ملت عزیز ایران در میاد. انشاءالله بعد از سفرتون دیگه رئیس جمهور معلوم شده، باز با هم صحبت میکنیم. سفر خوبی داشته باشید. قربان شما آقای سربی، خیلی خوشحال شدم، ممنونم از وقتی که دادید. خیلی ممنون، به امید دیدار. قربان شما، مرمت دیزم. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای دکتر کاظم افشارها بودیم از کانادا. این برنامه روی فیسبوک باقی میمونه، در هر ساعتی از شبانه روز که بخواین میتونید از اول تماشا کنید. ایشون یکی از محاسنش این هست که به غیر از اینکه در تلویزیون حاضر میشن و صحبت میکنن، ایمیل آدرس و چیزم گذاشتن، شماره تلفن، میتونید باهاشون صحبت کنید. باز هم از ایشون ممنونم که با وجودی که از سفر آمده بودند و کمی خسته و کمی هم اون کولر بهشون به اصطلاح اذیت کرده، ولی سر قول و قرار خودشون آمدن. سفر خوبی برای ایشون آرزو. خدا نگهد. خب دوستان عزیز، در حین برنامه من یک صحبتی داشتم در رابطه با این دوستمون که ما خیلی هم خوشحال گفتیم بالاخره یه نفر پیدا شد که اسمش رو درست نوشت، که حالا چه ایرانی باشه چه انگلیسی آمریکایی باشه، ما درست تلفظ کنیم و شاهین رو اینجوری نوشته که میشه گفت شاهین، نه بخونیم شاهین. این آقا بعد گفت که خب حالا که میگی این اسمم قلابی، حال دیگه نمیدونم آقا هستی یا خانم هستی. در هر صورت ایشون، این دوستمون، گفت که شما دیدی که من رو پرچم چی نوشتم؟ عزیز من، شما این تاریخ پرچم رو میدونی چیه؟ شما این شیر رو، این شمشیر کج و اینا رو میدونی چیه؟ اگر میدونی بعد بیا با هم صحبت کن. شما بله نوشتید حکومت سکولار دموکراسی و پارلمانی ایران، دوباره همون حکومت سکولار دموکراسی و پارلمانی ایران، پایینش هم نوشتید قانونگذاری و تعیین دولت توسط مجلس شورای سراسری. بیا مهمون من باشم، یه روز با هم صحبت کنیم. روی عکس دیگه هم اینجوری نوشتی حکومت سکولار دموکراتیک و پارلمانی ایران با قانون اساسی بر. عزیز من، اینا همش شعاره. این بیچاره از هاری اتفاقا همین منطقه اینجا بود، فوت شد رفت. میدونید که این هم به اصطلاح وزیر چیز بود دیگه، نخست وزیر حکومت نظامی بود. وقتی نخست وزیر حکومت نظامی هستی، یعنی آقای شاه فرار کرده بود به دلیل اینکه ترسو بود و به دلیل اینکه هر وقت یکی میگفت پخ، این چمدونش رو برمی‌داشت فرار می‌کرد، بعد خواهرش می‌رفت این ور اون ور دلال بازی می‌کرد، چه معاملاتی می‌کرد، بعدن این آقا رو می‌آوردن دوباره همینش از فیلم بازی می‌کرد. و چرا من میگم شاه فیلم بازی می‌کرد؟ شاه آدم کم سوادی بود، شاه آدم بی سیاستی بود، کم سواد. ایشون دیپلم هم نداشت، به روایت تاریخ، به روایت مدرسه‌ای که رفت
اذیت کرد، دعوا کرد، کردنش بیرون. بعدم باباش باید اینو میفرستاد مدرسه نظام، خود بابای خجالت کشید فرستادش دانشکده نظام. افسر یعنی چی؟ کسی که دیپلم نداره که نمیتونه بره دانشکده نظام. ولی شاه هنرپیشه خوبی بود. من مینویسم مهر امضا میزنم دست شما که شاه باید میرفت دنبال هنرپیشگی. حالا اگه سینمای آمریکا مثل ویگن و مثل دیگران قبولش نمیکرد، تو سینمای هندوستان شاید از بس عاشق پیشه بود دیگه، چند تا زن داشت، چند تا دوست دختر داشت، چند تا نمیدونم چی. والا بگم دوست عزیز من، شما وقتی اینجوری مینویسی عکس شیر و خورشید میذاری، من نمیدونم زنی، مردی، پیری، جوانی، وقتی من میرم اون عکس آقای عباس باقری رو میبینم، براش مینویسم آقا خیلی ممنون، سنشو دارم میبینم ایشون از من جوانتره. شما خودت رو برداشتی پشت یه چیزی قایم کردی، از توی تاریکی به ماشینایی که دارن میرن سنگ میندازی. خب چه کار کنیم ما؟ ما یا باید وایسیم به شما سنگ بندازیم که این که نمیشه که، یا با شیشه شکسته بریم برسیم به خونه. ما میگیم آقا این فیسبوک قانون داره، فیسبوک عکستو بگیر بذار، نمیخوای استفاده نکن. حالا گفتی ما عکس پرچم هم دیدیم، این پرچم شما تاریخش رو برید بخونید، اگه شما بچه هخامنش هستی، بچه کوروش هستی، این پرچم مال شما نیست. ضمناً شما اگه بچه کوروش هستی به من بگو کمبوجیا هستی یا بردیا هستی، با داداشتو کشتی، کشته شدی، چی بگیم؟ بریم بریم همین ویدیوی این دوست جوانمون رو نگاه کنیم. باز آقای افشارا هر وقت میان اینجا صحبت میکنن من یه چیزی یاد میگیرم. ایشون قشنگ گفت، گفت آقا نگو میدیم دست جوانا و میریم. البته من نگفتم، گفتم جوانها بیان اینجا، ما هم همین دوربر مثل وقتی یه مغازه شما داری برای اینکه ببینی بچه ها مایلن توی اون شغل کار کنن، بهشون میگی که من فردا نیستم، شما دو ساعت مغازه رو بچرخون، ولی از دورا دور حواست هست. یا به دوستت میگی که من رفتم، تو برو یه سر بزن ببین مغازه چجوریه. بعد اگه دیدی میچرخونه بهش میگی پسرم من میخوام یه هفته برم مرخصی، این آقای چیز همسایه بغلیمونم اگه کمک خاصی اینم کمک. ما میگیم این جوونا بیان که ما نشیم مثل اون مدرسه اکابری که شما میخندی ازشون، میگی 6 نفر اومدن مثل مدرسه موشا. آقای میبودی هم من فکر نمیکنم دیگه از این برنامه ها راضی باشه، کسی هم دیگه نگاه نمیکنه. باور کنه خود من الان سالهاست اصلا نمیدونم این برنامه هست این برنامه نیست. و شما درست گفتی، تلویزیون من و تو و تلویزیون نمیدونم جم 50 تا کانال گذاشته فیلم جوانان، فیلم فلان فلان، کی میاد ماها رو نگاه کنه؟ کی میاد این ماهواره‌ها؟ یه مش چی بگم، والا یه مش کسایی که تو 50 سال پیش ذوب شدن، یه مشتی که با افتخارشون اینه که باباشون یه کاری بوده ظلم کرده، اینا یه شغلی گرفتن. بس ساعت 4 بعد از ظهر شد، بریم خانم فرنوش رو ببینیم و اولین ویدیوشون رو تماشا کنیم، برنامه رو ادامه بدیم. جمعه با شما خواهیم بود. بازم ممنون از آقای دکتر افشارها، امیدوارم خانم چیلانی هم حالشون هر چه زودتر خوب بشه تا با ایشون هم مصاحبه‌ای داشته باشیم. شما هم میتونید مهمون برنامه ما باشید، شما هم میتونید اینجا مثل یک پاساژه، میتونید مغازه خودتون رو داشته باشید، اینجا مثل یک هتل، میتونید اتاق خودتون رو داشته باشید. چی بگیم؟ روز روزگار بر شما خوش، با امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. مرسی.